نخ را ساییده و برخان کرد. باز اصلاف همان خونی از آن ریشه آزدار نام پاک باز تا همیشه. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. صدا و تصویر ما رو به طور زنده از تلویزیون ایران آریایی در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز سه‌شنبه 5 جولای 2011 میلادی، ساعت حدوداً 9 و 10 دقیقه صبح به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا، 12:10 ظهر به وقت شرق، 5:10 بعد از ظهر به وقت لندن، 6:10 بعد از ظهر به وقت اروپا و فکر میکنم 2:10 صبح باشه به وقت استرالیا. دوست عزیزی هم تماس گرفته بودن. از همه شما بسیار سپاسگزارم، همه شما باورمندان به تمدن ایران شهری که سعی و کوشش و تلاش میکنید برای پسگیری کشور به دست ایرانی، آزاد شدن ایران و ایرانی به دست ایرانی و بر 5 اصلی که پایگذاری شد در سال 2005 میلادی با نام سازمان همبستگی ایرانیان UPO United Persian Organization، که این پرژن هم واقعا مورد بحث بسیاری هست. در اون سالهای دور وقتی صحبت میشد کماکان این داستان ادامه داره که آیا در جامعه جهانی باید پرژن نامید یا ایرانی، چرا که سابقا ما رو در جامعه جهانی با نام پرژن میشناختن، پرژینز یا پرژن امپایر، ولی بعد در دوران رضا شاه این نام در سطح بین المللی تغییر پیدا کرد و با نام ایران ازش نام برده میشه، ولی خب کماکان درون ایران همیشه در طی تمام این هزاره ها با نام ایران استفاده میشد. و هر روی از سال 2005 ما یک هدف و 5 خواسته متفاوت رو بیان کردیم براتون که امروز که در کنار شما نشستم ششمین سال چنین اصولی است که کماکان ادامه میدیم و برای رسیدن به خواسته ها پای فشاری میکنیم و از هیچ راهی دریغ نکردیم. هدف سرنگونی حکومت اسلامی است، حاکمیت به دست اسلام و بنیادگرایان اسلامی درون کشور است. خب ما این رو نمیخوایم، به طور کلی ریشه‌ای میبایست بره. ساختمان حکومت اسلامی که با تبلیغات آنچنان دول غرب و شرق در ایران زده شد، ایرانیان بعد از تمام این سالها که تاوان پرداختن متوجه شدند که این ساختمان حکومت اسلامی خارج از محدوده ساخته شده و درون ایران نمیبایست بنا میشد، ولی متاسفانه جامعه ایرانی نادانسته و ناآگاهانه بر اثر تبلیغات در سطح جهان دست به خودکشی زد و هیچ موقع از همون ثانیه صفر، نه اینکه به خواسته هاش نرسید، تمام دستاوردهای خودش رو هم خاک کرد. من در این رابطه با شما صحبت‌های فراوان کردم که نقش رسانه چگونه میتونه باشه، که در ادامه صحبتام باز هم تکرار میکنم. انقدر باید این مسائل واقعی تکرار بشه که جامعه متوجه بشه، چرا که همه وقت آنچنانی ندارن بنشینن و تمام صحبت‌ها و نظریات رو بشنوند. بنابراین میبایست در هر جلسه تکرار بشه تا جا بیفته. برابر میلیارد دلاری که تا به امروز خرج شده که نام اون حرکت رو انقلاب بنامن، مردم آزادی نداشتن، به خیابون‌ها ریختن و خب خمینی از وسط راه اومد دزدید و غیره، همه اینها رو در رابطه باهاش صحبت کردیم و باز هم صحبت خواهیم کرد. ولی 5 اثر نگونی حکومت اسلامی و حاکمیت اسلامی است و همچنین قانون اساسی حکومت اسلامی است که قلب حکومت اسلامی است. بسیاری شعارهای نادرست میدن، میگن مرگ فقط بر خامنه ای، مرگ بر احمدی نژاد، اما با رفتن یه نفر یا دو تن چه سود؟ آیا حکومت اسلامی عوض میشه؟ خیر. باید بدونید که قلب حکومت اسلامی که قانون اساسیش هست باید مورد هدف قرار بگیره و وقتی که اون مورد هدف قرار گرفت و جامعه ابراز کرد که آقا این قانون اساسی رو نمیخواد، به معنی این هست که هر آن که چه در مجلس خبرگان، چه در مجلس رهبری، چه در دفتر تشخیص مصلحت نظام، چه سپاه پاسداران، چه بسیج، همه اینها بر همین پایه، یعنی بر پایه قانون اساسی حکومت اسلامی است یا قوانین حکومت اسلامی است که پایگذاری شد
و ریخته شد. بنابراین وقتی که میگیم این قانون اساسی رو نمیخوایم، یعنی تمام مسببه هاش رو، حتی یک دونش رو هم نمیخوایم، و این بار میبایست بنیادی عمل کرد و بر پایه تجربه و نوگرایی و حقوق بشر، با دانش اینکه ما که هستیم و چه هستیم، چه داشتیم و چه داریم، میبایست این قوانین برای سده های بعد نوشته بشه که در رابطه با اون هم صحبت باز خواهیم کرد. هر کدام از اینها مقوله هاییست که در رابطه باهاش میشه ساعت ها با جامعه صحبت کرد. ولی هدف سرنگونی حکومت اسلامی است، آزادی است، رسیدن به آزادی، چه آزادی های فردی و اجتماعی، چه آزادی های سیاسی و حزبی. ایرانیان باید بدانند که بعد از رفتن حکومت اسلامی میباید پایه‌گذار آزادی باشند. وقتی که آزادی در یک جامعه به دست مردم شروع به کار بکنه و مردم در خیابان‌ها باشند، با دانش و آگاهی آزادی رو بفهمند که ما منظورمون از آزادی چیست، که در رابطه با همین بخش هم میشه ساعت‌ها صحبت کرد، که من از جامعه شناسان متفاوت درخواست کردم که حضور پیدا بکنن، روزنامه نگاران و سایر هموطنانم، اساتید دانشگاه و غیره، که در هفته‌های بعد یا روزهای بعد شما یک به یک این دوستان رو خواهید دید و در رابطه با جامعه شناسی و یا سیاستی که میبایست به کار برده بشه در فردای ایران با شما بیشتر صحبت میکنیم. اما هدف ما سرنگونی، رسیدن به آزادی. در زمان آزادی دموکراسی است که همگام با آزادی پیش میره، به معنی حضور مردم در انتخاب سرنوشت خودشون، به دست خودشون، رأی اکثریتی که به صندوق ریخته میشه، با در نظر گرفتن حقوق مدنی اقلیت، اقلیتی که سعی کرده، اقلیت نه به معنای مذهب، نه به معنای نوع تفکر ایدئولوژی، اقلیت به معنای اینکه یک عده‌ای رأی نیاوردن، خواسته هایی که دوست داشتن بر پایه اون سیاست و استراتژی مملکت پیش بره رأی نیاوردن، اما به هیچ عنوان به معنی زیر پای گذاشتن حقوق مدنی این افراد در جامعه نبوده و نیست. هر اقلیتی که رأی نیاورد میتونه کماکان زندگیشو ادامه بده و برای اون مملکت کار بکنه. دقیقاً میتونم به نقش آمریکا و یا سایر کشورها اشاره بکنم که این قسمت رو هم باز میگذاریم، در رابطه با اون هم صحبت میکنیم. و بعد از دموکراسی سکولاریسم هست، به معنی جدایی دین از قوانین اجتماعی، به معنی جدایی دین از ساختار حکومتی، به معنی جدایی دین از قانون اساسی، به معنی جدایی دین از حاکمیت. حاکمیت قانون اساسی است و سکولار میبایست نوشته بشه، که هیچ نوع شخصی، شخصیتی، افرادی، هر چند در اکثریت قرار بگیرن در یک جامعه بنا به انتخاب نوع مذهب، به این معنا نیست که میتونن مذهب رو علم بکنن، مجددن بزنن تو سر مردم، مثل حرفی که کریم سنجابی میزد، رهبر جبهه ملی. چون 98% از مردم ما مسلمان هست، و اینو سنجابی گفت، بارها هم پخش کردم و بازم پخش خواهم کرد، استدلالش این بود این آقای رهبر جبهه ملی، خیلی هم به دنبالش افتادن و خیلی هم این رو دکتر خطاب میکردن، مبارز و مبارز نستوه و نمیدونم کسانی که در کنار دکتر محمد مصدق بودن، چه آزادی خواهانی. ببینید یک نظریه رهبرشون چیست. بعد از دکتر محمد مصدق این آقا جایگزین میشه و ببینید چه ضربه‌ای به کشور میزنه. اعتقاداتش این بوده، در استدلالش اینجوری گفت که وقتی در جامعهمون رأی بگیریم، چون 98% من این آمارم از کجا آورده بود، 98% جامعه ایرانی مسلمان هست، پس بنابراین حکومت آینده رو میتونیم حکومت اسلامی بنامیم، اگر با پای دموکراسی بشه که مردم برن به حکومت اسلامی رأی بدن، و اینم یه خودش یک نوع جمهوری و یا آزادی است. این استدلال این آقا بوده و آقایون این چنین، که به هیچ عنوان احترامی به حق و حقوق نه زن ایرانی گذاشتند، نه به حق و حقوق فرزند ایرانی، که آقا این فرزند قدرتی نداره، بچه معصومی که در گهوار خوابیده، شما دارید برایش سرنوشت تعیین میکنید با این قوانین. پایه‌گذاری قوانین
اگر خوب باشه، آزادانه باشه، بر پایه حقوق انسان باشه، اون فرزند در اون گهواره خیالش راحته که اگر به سن بلوغ رسید یا به سن بالاتر، این مملکت با داشته‌هاش میتونه این رو حفظ بکنه. چیزی که به نادرست از همون روز، نه فقط فرض کنید اینها بعد از این به قول خودشون میگن ما انقلاب کردیم اتفاق افتاد، خیر، این داستانها رو یک سال و اندی قبل از اینکه حکومت اسلامی سر کار بیارنش گفته میشد، مغز مردم رو آماده بکنن برای اینکه این کار رو انجام بدید. نادیده گرفتن حق زن ایرانی به دستور رهبران جبهه ملی، طرفدارانش و احزاب متفاوت، یعنی سرکوب زن ایرانی. ولی متاسفانه میگم، چون افرادی مثل نظیر ما در اون سالها چنین قدرتی نداشتن که در رسانه صحبت بکنن و تعدادشون بسیار بسیار اندک بود، به هر کیم که اندک بود شاید واقعا چنین دانشی رو نداشت، رو راست بگم، چه حکومتگران چه حکومت شوندگان، که در رابطه با روانشناسی جامعه، حقوق انسانی و در رابطه با حقوق مدنی افراد صحبت بکنن، و هر آن که اطلاعاتی داشت رو اینها در خارج از کشور به شکل کور حتی سر به نیستش کردن، تک پارش کردن. پس بنابراین سکولاریزم بسیار مورد اهمیت هست که در فردای ایران در رابطه با آیش صحبت بشه و نهادینه بشه. جامعه اروپایی زمانی که رنسانس میکنه، انقلاب فرانسه انجام میشه و روشنفکرانی به پا میخیزن و همین دردسرها رو اونها هم صده ها داشتند و افرادی با نام در دوره‌ای با نام یهودیت، در دوره دیگه‌ای با نام مسیحیت گردن می‌زدن افرادو و می‌گفتن چون خدا ما رو حاکم کرده و ما مسئول اجرای فرمان خدا هستیم، که توسط کتاب‌های آسمانی مردم بی سرپرست رو می‌گرفتن، تکه و پاره می‌کردن، گیوتین می‌زدن و از بین می‌بردن، اون زمان هم با نام خدای دیگر یا به نام عیسی پسر خدا. این داستان ها نه فقط در جامعه ما بلکه در تمام جوامع اتفاق افتاد. هر جامعه‌ای که رفت به دنبال اعتقادات مذهبی، مذهب رو علم کرد و کسانی با نام روحانی در مذاهب متفاوت در رأس کار قرار گرفتن و بعد از اون آمدن شروع کردن به خاطر اینکه تکیه بزنن به مذهب و از نیروی خدایی خودشون استفاده بکنن، سلطه‌ای داشته باشن نسبت به مردم مظلوم و مردم ناآگاه. مردم هم میگفتن خب اینا از طرف روحانیون اومدن، از طرف خدا اومدن، خدا گفته که اینها این کارو بکنن، خب انسان‌های دیگه باید رعایت بکنن دیگه، چه میشه کرد؟ همین داستانی که حتی برای مملکت ما هم اتفاق افتاده که باز هم در این رابطه صحبت خواهیم کرد. به هر کدوم از این اجزایی که خدمتتون عرض کردم، یعنی سرنگونی حکومت اسلامی، یه برنامه است که میباید ساعت‌ها در رابطه با اون با شما صحبت کرد، چگونه سرنگون کردن اون حکومت، و بعد وقتی که این حکومت رو از بین میبریم برسیم به آزادی. آزادی چی هست؟ آزادی رو باید تعریف کرد و بعد دموکراسی رو چگونه میتوان نهادینه کرد در جامعه؟ آیا ما آمادگی دموکراسی رو در کشور داریم یا نداریم؟ بعد زمانی که مجلس مؤسسانی تأسیس میشه، مردم میبایست به این مفاهیم دست پیدا کرده باشن که سکولاریسم چیست؟ اگر از دستاورد دوران پدران مادران گذشته خودمون در هزاره های پیش استفاده نکنیم، دستاوردی که به دست اروپاییان افتاد و روشنفکرانی به پا خواستند و به خصوص در دوره آغازین سده 18 شروع کردند مفاهیمی در رابطه با جدایی دین از حاکمیت و حکومت، ما میبایست از این دستاوردها حداقل اگر نمیخوایم به گذشته بپردازیم نگاهی به سرنوشت اروپاییان که این دستاورد بزرگشون چه نعمت بسیار بزرگی بود براشون و تونه زندگی بهتری رو براشون فراهم بکنه، که دست اعتقادات مذهبی، اعتقادات دینی رو از حاکمیت یعنی قانون اساسی جدا کرد و در واقع خلع سلاح کرد مذهب رو در برابر اتهاماتی که به مردم بیچاره سر تا سر کشورهای متفاوت زده میشد، که آقا تو خدا رو نمیشناسی، تو مسیح رو نمیشناسی، تو موسی رو نمیشناسی، تو اصلا دین و مذهب نداری، ادیان ابراهیمی به طور کلی میومدن و گردن میزدن. این دستاورد بزرگ جامعه حداقل فرانسه بود
که بعد از اون آغاز به کار شد، آغاز به کار کردن روشنفکران در دهه‌های متفاوت و ساختاری رو بنیانگذاری کردن که جامعه بشری یکی بعد از دیگری از اون به طور مشخص کپی کرد، اما بر پایه هویت خودشون مفادی رو در قانون اساسی در کشور خودشون اضافه کردن که در رابطه با این مسئله هم صحبت میکنیم. قسمت چهارمی رو که خدمتتون عرض کردم در سال 2005 بنیانگذاری شد با نام United Persian Organization، سازمان و همبستگی ایرانیان، به این معنا بود که تمام این مفاهیم رو، یعنی آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، برابری میان زن و مرد که دیگه به هیچ عنوان در مملکت ما شخصی با نام زن و یا با نام مرد در دادگستری مجرم شناخته نشه یا تشویق نشه به خاطر نوع جنسیتش که آقا شما مردی این مقدار حقوق به تعلق میگیره به دلیل اینکه ما مذهبی هستیم و در مذهب اسلام مرد برتری داره نسبت به زن. حقوق اجتماعی و مدنی زن، زن ایرانی میبایست حفظ بشه، نمیگیم بیشتر بشه، نمیگیم کمتر از مرد باشه، 50-50 هر آنچه که مردان در کشور ما دارند میبایست همون حقوق مدنی به بانوان هم داده بشه تا بتونن از این حقوق مدنی استفاده بکنن اگر زیر ضرب و شتم قرار گرفتن، دولت و حکومت پشتیبانشون باشه مثل همین کشورهای اروپایی و آمریکایی یا مثل کانادا، و اگر میخواستن پیشرفتی بکنن در همه زمینه‌ها، در زمینه مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری، پزشکی، ورزشی و غیره، بتونن حقوق مساوی، حقوق مدنی مساوی برابر مرد داشته باشن. اگر نگاهی اجمالی بندازید به وضعیت بانوان درون کشور، به دلیل بسیاری از مسائل سعی شد بانوان سعی و کوشش و تلاش کردن، دوشیزگان هم همین گونه، که بتونن اگر حقوق انسانیشون درون حکومت اسلامی ضرب و شتم شد از 32 سال پیش و با قمه حقوق زن ایرانی رو زدن، گردن زن ایرانی رو خورد کردن و به نام خمینی تمومش کردن، همین آقایون کچلوار کراواتی ها که رحمی به انسان و انسانیت نداشتن، به خصوص زن، و زن رو مورد سوء استفاده فکری و جنسی قرار میدادن در لوای آزادی و استقلال و کماکان حتی اون افراد توسط افراد دیگه که نوچه هاشون هستن مورد ستایش قرار میگیرن که به نادرست این حقایق باید برای مردم توضیح داده بشه که دیگه حداقل این غلطهای اضافی رو ناهایون کردن، تشویقی نباید کرد بلکه باید محکومشون هم کرد، حال چه کسانی که رفتند و از این جهان و شرشون رو کندن و دست از سر این جامعه برداشتن، و چه کسانی که کماکان حضور دارن و میگن آقا نه اشتباه ما نبود. دروغ محض. شما نگاه بکنید در همین بخش سکولاریسم که نقش زن رو نابود میکنه اگر نباشه در یک جامعه، وقتی قوانین مذهبی میاد، چون مذهب مرد سالاره به طور کلی، ما در این دوران اگه نگاهی بکنیم میگن آقا 124 میپرسیم از پیامبران، میگن آقا 124 هزار تا پیغمبر اومده از طرف خدا، اما این 5 تاش اصلی هن. یا آقایی پرسید که آقایون این خدا چه مقدار بی‌انصاف بوده، آخه میونه این پیامبران یه دونه پیامبر زنم نبود بفرسته رو کره زمین، خب این پارتی بازی بوده، اصلا معلومه که خدا خودش مرده، اصلا عاشق مردونگیه. یه نفر بلند شد گفت نه آقا میونه این پیامبر یه پیامبر زنم داریم، گفت کیه؟ گفت پیامبر اکرم. اینم قسمتی از این داستان واقعی ماست، پیامبر اکرم هم یکی از پیامبران زن بوده در سطح فقط شعار. ولی وقتی که ما میبینیم در هیچ مذهبی یه پیامبر، پیام آورنده زن هم وجود نداره، میفهمیم که چه الله چه خدای این افراد یا همجنس خودشونه یا اصلا زن رو برای نافریده که فقط مورد استفاده قرار بگیره. تو از زن نه فقط در اینجا، در هر کجای جهان صداش هم در میومد یا در بیاد، میگن آقا زیاد صحبت بکنی میفرستیمت اون دنیا، دیگه قلمان ملمان هم برات نمیفرستیم که حداقل یه
عاقبت به خیر در بهشت بشی. این در تمام ادیان بوده عزیزانم، در تمام ادیان بوده و جامعه بشری بعد از واقعا تلفات میتونم بگم میلیاردی در رابطه با مذهب، اگر بخوایم سر تا سر جهان رو بشماریم، میلیارد میلیارد نفر در طول تمام این سالها آمدند و شکنجه شدند و تکه پاره شدند بر اساس همین مذهب که تفکیک میکنه انسانها رو، قدرت به مرد میده، تو سر زن میده. هر زمانم زن بلند شد میگه نه آقا حالا بشین، اگر زیاد روز و زیاد بکنی میزنیمه، تیکه پارت میکنیم، اگر بخوای مصالحه بکنی میتونیم یه حق و حقوق فاطمه زهرایی زینبی در سطح حرف، در سطح شعار هم بهت بدیم. آقا زن رو باید ارج بنهیم. من نمیدونم این ارزش گذاشتن به زن فقط در رابطه با حرف یا در رابطه با عمله. میبخشید، چون در سطح حرف این مذهبیون خیلی مزخرفات میگن و هر جا که کم میارن میگن نه آقا در این کتاب، چه قرآن چه نمیدونم ادیان دیگه، خیلی احترام به زن گذاشته شده. اما احترام زمانی میبایست باشه که حداقل اون کسی که با نام خدا ازش نام میبری بیاد انصافی هم داشته باشه. آخه زن نمیتونه اون کاری رو انجام بده که مرد انجام میده؟ آخه کسی نیست میشه خودش همچین فکری رو بکنه؟ به چه دلیل آخه فقط مرد؟ و بعد این قوانین مذهبی رو در طول تاریخ، مرد سالاری رو رواج دادن، آوردنش جلو، به جایی رسوندن که در سال 57 آقایون با نام روشنفکر این مردم رو تیکه پاره کردن و گفتن خمینی دزدید. خب اگر شماها عقل داشتید، خرد داشتید، وجدان داشتید، صفت داشتید، عشق داشتید، به هیچ عنوان اجازه نمیدادید، پروانه نمیدادید، همه دست به دست هم میدادید، حالا میخواستین جمهوریش بکنید، جمهوری برا مینداختید، بعد اسلامش چی بود اون وسط؟ ولی وقتی که میری تو دل تاریخ، میری اسناد مطالعه میکنی، این اصلا قرار نبود که چیزی به غیر از اسلام در کشور ما یا حکومت اسلامی بر پایه شرع جایگزین بشه. قرار بود تخصص رو تکه پاره بکنند و شریعت رو که جزء کثیف‌ترین قوانین الهی است و اجتماعی است جایگزین بکنند. زمانی شما میخواید یک مملکت رو داغون بکنی، قوانین مذهبی درش جاری و ساری بکن. قانون اساسیشون مثل همین قانون اساسی حکومت اسلامی که هم کچلوار کراواتی ها و هم آخوندیسم و هم خمینیسم در رأس خط مسلط حاکمیت بود و توسط 70 نفر از واجدین شرایط ملی مذهبی به قول خودشون، ملی آخوندی و غیره، به همراه آخوندا در مجلس خبرگان که بعدها گفتن آقا خبرگان هم هست، خبره چی هستن ما نفهمیدیم، خبره بدبخت کردن مردم البته این قسمت رو فهمیدیم، خبره بیچاره کردن زن ایرانی این قسمت رو فهمیدیم، نشستن نوشتن و این مملکت رو به جایی رسوندن که شما امروز نظارگرش هستی و فایل هایی هم دارم در رابطه با اون با شما صحبت خواهم کرد. پس اصل واقعی سکولاریسم که دستاورد بزرگ جامعه بشری امروزی هست، یکی از مفاهیم درست انسانی است که آزادی هم در بخش خودش مستتر کرده، به معنای اینکه سکولاریسم به معنای دین ستیزی هم نیست. چون وقتی ما آزادی رو در نظر میگیریم، آزادی در کنارش سکولاریسم هم میاد، به معنی اینکه آقا هر کسی هر دینی داره برای خودش محفوظ. میخوای بری گاو بپرستی، میخوای بری الاغ بپرستی، میخوای بری گوسفند رو ستایش بکنی، میخوای بری نمیدونم رو به هر کوهی، رو به هر چشمه‌ای، رو به هر جانوری، رو به هر آسمونی، قسمت هر آسمونی بگی برو بالا، میخوای سجده بکنی، در همین بخش آزادی که داریم صحبت میکنیم کسی حقی نداره اعتراضی به تو بکنه، به خاطر اینکه مسائل شخصی است، مسائل خصوصی است. یعنی پیوند میان آزادی با سکولاریسم یک پیوند از هم ناگسستنی است. وقتی که میگیم آزادی به معنی این هست، قسمتی برمیگرده به سکولاریسم، ولی سکولاریسم به معنی جدیتر این قضیه هست که نقش آزادی رو پررنگتر میکنه. یعنی وقتی قانون اساسی کشور بدون در نظر گرفتن تئوری های ایدئولوژیکی مذهبی
و غیر قرار میگیره به خصوص مذهب، اون بخش آزادی پررنگتر میشه. کسی دیگه نمیتونه توسط قوانین مدنی بیاد مجازاتت بکنه، اسمش میذارن مدنی، قانون اسلامی مجازاتت بکنه. چرا قرمز رد بکنی؟ حرومه، زرد مستحبه. این اتفاقات افتاده. حالا اگه پولشو بدی بازم حلال میشه. پول زردو بده، قرمزو بده، حل. به همین خاطر هر کی هر جمعت شده، بعضی که میرن تهران میگن آقا باور کن ما آژانس میگیریم، زنگ میزنیم به آژانس بلند میشه میاد، ما اصلا نمیتونیم درایو بکنیم تو این شهر. خیلی عجیبه، کسی اصلا احترامی به حقوق نمیگذاره. حقوق بین الملل که در این رابطه هم باز هم در رابطه با حقوق بین الملل، رعایت حفظ قوانین اجتماعی در سطح بین الملل هم باز هم بحث دیگه ایست که میشه بهش اشاره کرد، صحبت کرد و این مسائل رو توضیح داد. و در رابطه با حقوق بشر هم صحبت کردم. برای اصل پنجم، برای حفظ تمامیت ارضی است و هویت ملی میهنی. هویت ما در طول تاریخ میباید حفظ بشه، هویتی که سعی کردن از طریق تبلیغات مذهبی و جهانی این رو خفش بکنن و در همون روزهای اول در روزنامه ها نوشته بشه که این 2500 سال تمدن میباید خاک بشه. چرا که شاهنشاهی بوده. کسی هم فکر نکرد که اصلا فرض میگیریم شاهنشاهی هم نبوده، اصلا فرض بگید 2500 سال ما یه تاریخ داریم، حالا شاهنشاهی از پشتش برداریم. این 2500 سال دستاورد جامعه ایرانی بوده. وقتی که میگم کلاه بزرگی سر مردم میگذاشتن، همین آقایونی که کچلوار کراواتی بودن، درس خونده های فرانسه و انگلیس و بلژیک و سایر کشورهای جهان بودن و حتی همین آمریکا، اومدن و چه کار کردن؟ دانسته مردم رو به این چاه انداختن. چرا که خودشون در جامعه جهانی بیش از 15 سال 20 سال زندگی کرده بودن، میدونستن حق و حقوق زن چیه، تاریخ چیه، هویت چیه. چرا که جرأتشو نداشتن در یکی از کشورهای اروپایی، در یکی همین کشور آمریکا بیان فرض بگیرید شعاری بدن آقا آمریکایی‌ها از فردا میبایست دستاورد تاریخی خودشونو بسوزونن. این سوالی است برای ما. این دیگه ربطی به خمینی نداره، این دیگه ربطی به مردمی نداره که میگن اگر شاه اجازه میداد ما این رساله های خمینی رو میخوندیم همه چی دستگیرمون میشد. خیر دیگه، عقلتون کجا رفته؟ حالا در رابطه با باب، در باب مذهب و یا دین اگر چیزی نمیتونستید، آقا دیگه دو تا چهار تا رو که بلد بودید، اونم از یادتون رفت به خاطر اینکه رساله، یعنی اگه رساله خمینی خونده بودید همه این مسائل حل میشد. خیر، انسان باید به عقلش رجوع بکنه. هزاران کتاب گمراه کننده در هفته و ماه در سر تا سر جهان چاپ میشه، نوشته میشه و پخش میشه. مثال دیگه ای بهتون بزنم. فرض بگیرید سر راهتون دارید، جوکم هست در این رابطه، دو تا مسئله متفاوت رو میزنم تا بگیرید این کسانی که بهانه میارن که آقا اگه رساله خمینی آزاد گشته بودن ما به این چاه نمیافتادیم. خیلی، سر راه شما از محل کارتون تا منزلتون 500 تا چاه میکنن، 500 تا. خب نمیبینی این چاهه؟ ویراج میدی، دور میزنی، عبور میکنی، میپرونی، یا اینکه میخوای بیافتی تو چاه. چاه که مشخصه، وقتی که میگن زنت حق نداره در حکومت اسلامی بدون حجاب بیاد بیرون، این یکی از اون چاه هست. خودت با دست خود افتادی، ربطی به رساله خمینی نداره. وقتی که میگن زن ایرانی نمیتونه به فرض بر پایه همون جمهوریت که خودشون گفتن به رئیس جمهور بشه، این دیگه ربطی به خمینی نداره. این مفاهیم ساده اجتماعی است که جامعه رو بر حساب این که آقا انقلاب شده، هیچی نگین، الان وضعیت نابسامانه، هیچی نگید. همین روشنفکران مردم رو خفه کردن، گفتن هیچی نگین. کما این که در همین دو سال پیش اگر یادتون باشه همون داستان 32 سال پیش رو اجرا کردن، آقا هیچی نگید، دنبال کروبی و موسوی راه بیافتید. چون اینا میدونید چیه؟ آزادی خواهن، دموکراتن، خیلی دوست دارن عوض بشه، ولی موقعیتشون رو درک کنید نمیتونن. همون داستان جنگ تا پیروزی، در دوران جنگ اگه کسی حرف میزد میگفتن جنگه، آقا خفشید. همه بلاها رو در طول 8 سال خفقان در جنگ برای مردم آوردن به نام اینکه آقا جنگ، خفشید، چی نگید.
دو سال اول، یک سال اول هم گفتن آقا مملکت تازه انقلاب شده، هیچی نگید، هیچی نگید. 32 سال بعد این ترفند رو مجددا سر مردم پیاده کردن که ما حتی میدیدم در تظاهرات میرفتیم میخواستیم صحبت کنیم، گفتن آقا هیچی نگو، همبستگی به هم میخوره. آقا همبستگی با چی؟ در چه راهی؟ در چه هدفی؟ با چه لیدرشیپی؟ لیدرشیپ کروبی موسوی؟ دست پروردگان استعمار پیر و کثیف انگلیس و CIA آمریکا؟ اگر صحبت راجع به این مسائل بشه، همبستگی به هم خورده. اگه شما میخواین با CIA و MI6 هم دسته بشید، خب تشریفتون رو ببرید، وضعیتون مشخص است. چون به طور کلی واژه روحانی کماکان وقتی که در این رسانه ها پخش میشه به معنای احترام گذاشتن به روحانیست و ضد حقوق انسانی و بشری کار کردن. چرا که من یکی از روحانیون بزرگ این تاریخ رو خدمتون اعلام میکنم، یکی از مجتهدین، یکی از بزرگترین مؤمنان در جهان اسلام همین آقای بن لادن بود. همین بن لادن، اسامه بن لادن، یکی از مجتهدین جامعه اسلامی جهانی بود که اینا تیکش کردن. چرا؟ به دلیل اینکه خب دیگه در ضعف قرار، هر کسی یه تاریخ مصرفی داره، خونم بهش داده بودن. دو سال CIA میگفت ما اینو چک میکردیم، دو سال یه دوز رو میخوام بگیرم 100 تا هلیکوپتر میره اون بالا، 50 تا چراغ میندازن، تمام راه رو میبندن، در عرض 6 ساعت دستگیرش میکنن. دوزی که رفته بانک زده یا به فرض به زنی تجاوز کرده یا بچه‌ای رو دزدیده. اسامه بن لادن مرجع بزرگ، میتونم بگم مرجع تقلیده، بزرگ جامعه اسلامی که دو سالم زیر نظر توی خونه بوده با 1009 میکروسکوپ و نمیدونم از این ذره بین های میکروب شناس هم داشتن نگاش میکردن، کی میره میاد تو، بعد دو سال دستگیر میشه. چرا آقا کارتو بکن، فعلا بده احتیاجم، زمانی که احتیاج پیدا کردیم یه گوله وسط مخت خواهیم زد. اون یکی از بزرگترین روحانیونی بوده، اسامه بن لادن بزرگترین روحانیه، یعنی در کنار خمینی دو تن از بزرگترین روحانیون 100 سال اخیر جامعه جهانی است. اگر اسلام رو بخوایم شناسایی بکنیم، یکیش همین آقای اسامه بن لادن هست، یکی دیگر در 100 سال اخیر که اومد و حکومت اسلامی رو پایگذاری کرد در دوران جنگ سرد، همین خمینی است و خمینیزم بوده. و قبل از اینها سید جمال الدین اسدآبادی که سید افغان هم بهش میگفتن، که ایرانی بوده وارد افغانستان میشه و بعد میره به مصر، پایه‌گذاری میکنه تئوری رسیدن به حکومت اسلامی رو قبل از اینکه حتی خمینی به فکر این چیزها بیفته اصلا زنده باشه. و بعد اخوان المسلمین رو به وجود میارن، سازمان اتحاد افراد مسلم و سربر، کسانی که اعتقاد دارن حکومت اسلامی باید پایگذار بشه در یک کشور و بعد نهادینه بشه در سر تا سر جهان، ولی این رو در بعد بین المللی نمیگن. اسامه بن لادن اسم روحانی رو از روش بر میدارن، میذارن تروریست، ولی به جنایتکارانی مثل خاتمی، مثل کروبی، مثل همین ولایت فقیه جمهوری اسلامی سدلی میگن روحانی. چرا؟ اینها بیشتر از اسامه بن لادن جنایت کردن، نه بیشتر، اصلا جنایتی که روحانیون در حکومت اسلامی انجام دادن در سده ما بی‌نظیر، اصلا سده که هیچی، هزاره بی‌نظیر بوده، در هزاره بی‌نظیر بوده. و شگفتا که این جامعه بین الملل اسامه بن لادن رو به عنوان تروریست میشناسه، دنبالش میکنه، میکشتش، اما میاد با روحانیونه، یعنی روحانی اسامه بن لادن رو میکشه، روحانی دیگه ای رو بهش احترام میذاره، میگه آقا دموکراسیش مردم اونجا خواستن و بهش احترام هم میذارن، سعی میکنن از طریق دیپلماسی پیش برن. نقش دو روحانی رو، من اسم روحانی رو هر دوشون، نه اینکه من بگذارم، خودشون رو خودشون میذارن. فکر نکنید اسامه بن لادن آدم معمولی بوده، خیر، CIA بی خودی رو کسی سرمایه گذاری نمی کنه. 4 روز بعد از آخرین گزارش سایرس من به دفتر ریاست جمهور و کاخ سفید و همچنین برژنسکی
در اوایل، یعنی بعد از، میتونم دقیقا بهتون بگم تاریخش رو بهتون بگم، 22 دسامبر، 22 دسامبر 79، 1979، برژنسکی آخرین گزارش خودش رو که در خاطراتش نوشته به کارتر ارائه میده که ما میبایست آخرین مرحله رو در دستور کار قرار بدیم و اگر این گروگان ها به این شکل که ما میخواییم آزاد نشن، چون زد و بندهایی شده بوده، پس به خاطر حفظ منافع آمریکا که از یه طرف گروگان ها را آزاد بکنیم، از طرف دیگه همون جنگی که در سال 1975، البته قبل از اون میخواستن به شکل موشدایانی بیان جلو ولی نتونستن، ولی اینها در نظر داشتن در سال 1975 جنگی میان ایرانیان و اعراب برا بندازن تا سرمایه بیش از 220 میلیارد دلار ذخایر ارزی رو از خاورمیانه بیرون بکشن که بتونن روی خاورمیانه تسلط بیشتری پیدا بکنن، چرا که وقتی خاورمیانه وارد جنگ میشه بیش از 60% از انرژی جهان از تنگه هرمز و از این منطقه تامین میشه، قاعدتا تمام کشورها احتیاج به تسلیحات نظامی دارند که اختصاص پیدا کرده بوده به آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و سایر کشورهای صنعتی که حتی تا مرز برزیل هم پیش رفت که بتونن اسلحه های خودشون رو بفروشن به خاورمیانه، به کشورهای خاورمیانه، خاورمیانه رو وارد جنگ بکنن و از اون طرف نفت ارزانتر بخرند، نفتی که میتونه بالای 35-40 دلار فروش بره به مقدار 5 دلار بشکه‌ای، که حتی پول استخراج بشکه بیشتر هزینه میشد نسبت به 5 دلار پیش فروش بشه در خلیج فارس، به فروش برسوننش و همین کار هم شد که کردند. ولی در دوران شاهنشاه آریامهر با اون نشستی که با صدام حسین داشت که به نظر من یکی از پروتکل‌های بسیار بسیار قوی بود که جلوی اروپا و آمریکا به خاطر چنین نظریاتی ایستاد و صلح رو درون منطقه جاری و ساری کرد که ایرانیان جنگی با هیچ کشور عربی و یا حتی همسایگان خودشون ندارن، فکر می‌کنم یکی دیگر از خنجرهایی بود که به قلب کشور آمریکا فرود اومد با صلح میان کشور ایران، پادشاه ایران و صدام حسین، که اینها از این مسئله ناخرسند بودن و به راه دیگری گفتن این جنگ رو مسئله‌ای به وجود میاریم در ایران تا این جنگ در سالهای بعد با هزینه بسیار بسیار بیشتری انجام بشه، چرا که در اون سالها ارتش، ما خدمتتون عرض کردم، لشکر 92 زرهی لشکری بود که به تنهایی نیروی زمینی ما میتونست کل عراق رو در چند روز به تصرف خودش در بیاره. تانک‌های ایران دو برابر مجموع تانک‌های مصر و اسرائیل بود در اون زمان 1977. شما این آماری رو که بهتون میدم کنار تمام این داده‌ها رو کنار هم بگذارید و واگذارتون میکنم به تاریخ و روزگاری که بر ایران و ایرانی گذشته و خواهد رفت، از کجا شروع کردم به کجا رسیدم. در 22 دسامبر 1979 برژنسکی نامه میده به کارتر که ما مجبور هستیم به خاطر آزادی گروگان ها و همچنین پایین آوردن قیمت نفت و شروع یک جنگ در منطقه، نیروهای خودمون رو وارد خلیج فارس بکنیم و در نهایت به ایران حمله بکنیم، حمله نظامی. اما دقیقاً 4 روز، 4 روز بعد از آخرین گزارش برژنسکی، از طریق بعضی از کشورهایی میتونم بگم خودجوش و خروش، که شاید از طریق سازمانهای امنیتی یا از طریق ناتو هیچ موقع هم راجع بهش صحبت نشد، که چگونه دست پیدا کردن به آخرین گزارش برژنسکی به کارتر در 22 دسامبر، در 26 دسامبر 79 1979 لشکر بزرگ 60,000 نیروی شوروی سابق وارد افغانستان میشه. تاریخ رو بهتون گفتم، داده ها رو بهتون گفتم، پیدا کنید پرتغال فروش بدبخت رو که تو این گاریا ریخته و هی میگه آقا پرتغال ما، یک زمانی ما ایران بودیم میگفتن پرتغالمون مال کالیفرنیا است، از کالیفرنیای جنوبی اومده، همین
منطقه‌ای که ما داریم در زندگی می‌کنیم، لیموها و پرتقالا. ولی ما هنوز این گاریه رو پیدا نکردیم. پرتقال فروش رو سال‌هاست اومدیم رسیدیم به همین آمریکا، گفتن پرتقالا اینجاست. این گاریچیه رو هنوز پیدا نکردیم، پرتقال فروش رو پیدا نکردیم، ولی پیداش می‌کنیم یه روزی. خب پس بزرگترین روحانیون جهان رو وقتی در وضعیت ضعف قرار میگیرن میسوزوننشون، تاریخ مصرفشون گذشته، مثل دستمال کلینکس میمونن این آقایون روحانی. از اسامه بن لادن بگیرید که بزرگترین روحانی اسلامی بود تا همین سیدعلی کارخودمان به قول معروف، ایشون هم یه برگش رو بعدها خواهند سوزوند. همونطور که ایشون داره برگه های بقیه رو میسوزونه، برگه خودش هم در حکومت های مافیایی که بر پایه ثروت، ثروت یک کشور نهادینه شده و این گونه نهادینش کردن که ثروت یک جامعه رو با دیکتاتورشیپی که روش پیاده میکنی میتونی از زیر پاش خالی بکنی. همین کار رو هم کردند. از 1100 تا به امروز این جامعه ما رو تکه و پاره کردند. و وقتی که از توطئه جهانی 1979 با شما صحبت میکنم، شاید بسیاری که فقط حب و بغض دارن، کسانی که واقعیت‌ها رو نمی‌خوان بگیرن، هیچ موقع دوست ندارن این صداها و این تصویر به سمت جامعه ایرانی پخش بشه و با زبان شیرین فارسی و پارسی با جامعه ایرانی در رابطه با حکومت، در رابطه با حاکمیت، در رابطه با تاریخ خودش، در رابطه با اتفاقاتی که در مملکت ما افتاده و کماکان می‌افته صحبتی به میان بیاد. ولی امید و آرزوم این هست که هر چه سریع‌تر این صدا و تصویر به سمت ایران پخش بشه و بعد از سال‌های طولانی رابطه من کوچک با نام شمیرانی با هموطنانم نسل سوخته برقرار بشه و بعد بتونیم به یک نتایج کلی برسیم. من سعی کردم که از طریق رسوندن آگاهی به درون جامعه، ذهن عقب نگه داشته شده جامعه رو به سمت جلو پیش ببرم که به چه دلیل ما وارد این قسمت از دوران شدیم، چگونه حق زن ایرانی که 50% از مملکت ما رو تشکیل میداد زمین گیر شد که امروز بیشترین دانشجویان ما در همه اکثریت غریب اتفاق رشته ها و دانشگاه ها دوشیزگان و بانوان هستند، اما میخوان همین قسمت رو هم تکه پارش بکنن. از دانشگاه شریف شروع کردن که بیان پسرها و دخترها رو در محیط دانشگاهی جدا بکنن. هر چقدر اینها یک سیستم دارن در سیستم های اسلامی و اصولا مذهبی، در هر مذهبی وقتی که مذهب به قدرت میرسه و میخواد حاکم باشه، قدرت رو در دست داشته باشه، یکی از ابزارش جداسازیه. وقتی انسانها رو جدا میکنی از هم، نیروشون رو کاهش میدی و بعد یکی دیگر از ابزارها بحرانسازیه که میتونی به همراه ویروس ایدئولوژی، ایدئولوژی رو وقتی وارد میکنی جامعه به چند دسته تقسیم میشه. همه که دارای یک سبک ایدئولوژی یا اسلام برای نوع حکومت نیستن. حتی اون اسلامیش هم مادری که رو به یک خدایی داشت سجده میکرد متوجه این امر شده که آقا پسرم دوست داره آستین کوتاه بپوشه ولی من دوست دارم نماز بخونم، پسرم نماز دوست نداره ولی پسرم عاشقش هم هستم، کسی حق نداره دست روش دراز بکنه، خدای خودمو دارم، پسرم هم خدا نداره ولی پسرمه. اون مادره خودش داره سکولار زندگی میکنه ولی این وارد جامعه نشد. یکی از ابزار همین بحران آفریدن هست که آقا خفشید، یا تازه انقلاب کردیم یا تازه وارد جنگ شدیم یا جنگ طولانی شده، شعار جنگ رو بده تا به پیروزی برسیم. و در تمام دوران بعد از همه این روزها گذشتیم، خاتمی رو آوردن، گفتن آقا خفشید، اصلاحات رو ایشون میخواد انجام بده. 8 سال سر کار گذاشتن مردم رو، تکه پاره کردن مردم رو، بحران بیشتری آفریدن در سطح بین الملل و خواستن کلاهشهری سر مردم جهان بذارن، چرا که دولت مردان میدونستن. گفتن خاتمی، آقا فهم کنید دولت مردان جهانی نمیدونن اینا رو، بهتون گفتن که شما بشنوید. اون کسی که در کاخ سفید نشسته خودش رزومه خمینی رو اول نگاه کرده، مطالعه کرده، پسندیده، مهر تایید روش زده و در نفل شاتو قرارش داد و به ایران بردش. رزومه خمینی از طرف سازمان MI6 انگلیس به دفتر کاخ سفید، ریاست کاخ سفید فرستاده شد. اینها مطالعه کردن این رزومه رو، خوششون اومد از طرح. این تنها کسیه که میتونه بیاد ما رو تا
مرزی پیش ببره که ما یک نی بزرگی بندازیم در این چاه‌های منطقه، اول از ایران و بعد سایر کشورها. وقتی که بحران آفرینی میکنی، همه کشورها مجبور میشن با این چیزی که ما آفرینیم، با این ویروسی کسی بجنگن، خب احتیاج به تسلیحات نظامی دارن، احتیاج به این دارن که ما هم حضور داشته باشیم. 18,000 نیروی آمریکایی درون یک سفارت به تنهایی در عراق دارن زندگی میکنن، یک سفارت بین 17,000 تا 18,000 نفر. چگونه است یک سفارت احتیاج به چنین نیرویی داره؟ یعنی کشور عراق این مقدار پذیرش داره که مردمش هر روز بیان دم در سفارت؟ نکنه مردم عراق اینجوری هم فهم کنم، اونم مثلا حسین دومی با کاسه قابلمه میان اونجا، اینا هم یاد گرفتن از اون قیمه ها درست کنن از طرف سفارت آمریکا در اون عراق بغداد به مردم؟ شاید دارن غذا میدن، یه روز قیمه میدن، یه روز قرمه سبزی میدن، یه روزی آش میدن، یه روز عدس پلو میدن. سفارت آمریکا هم شیطونن اینا، اون ریاستشون هم خیلی شیطونه. این عمو سام ما حواسش هست چیکار میکنه، فهمید که راه پل و خورش دادن حتی درون عراق میتونه 18,000 نفر رو به استخدام دیگ و بشقاب و خورشت و هیئت و اینا در بیاره. 18,000 نفر طفلیا، این آمریکایی‌های معصوم گل پسرا در دارن کجا زندگی میکنن؟ در عراق. رزومه تمام این افراد خبیث اول مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته میشه. مطمئن باشید، مطمئن باشید و باز میگم مطمئن باشید که هیچ آمریکایی به هیچ عنوان دلش برای تو ایرانی نسوخته و نخواهد سوخت یک پنی در همین مملکت دموکرات، یک پنی یک آمریکایی به تو مجانی نخواهد داد. غیر ممکنه، غیر ممکنه. سیستم بر این پایه است. بعد بیاد دلش به حال دموکراسی بسوزه. United Nation pay more attention, pay more, pay little bit. یه ذره، یه ریزه، یه مقدار. یه دون از این خواننده ها باید واقعا برای این United Nation یه دون از این آهنگ ها هم بخونه 6 و 8. یه ذره آقای کاخ سفید، یه ذره، یه لیته، یه ذره، یه مقدار. بعد از تمام این داستان به قول اون شعره میگفت دیگه، حالی به آدم میمونه نه والا، احوالی به آدم میمونه نه والا. چی بگم، از کجاش بگم براتون که خسته نشده باشید؟ ولی داستان تلخ زندگی ماست عزیزانم، به خاطر نداشتن آگاهی از یک سو، از طرف دیگه به دلیل نبود حضور افراد روشنگر و روشنفکر و ایران پرست که حاضر باشند برای از دست دادن جانشان، نه قربانی شدند بلکه فدای کشورشون بشن، متاسفانه وقتی این افراد به عنوان معلم جلوی میکروفون ها حضور ندارند و برنامه های سیاسی تحت شعاع کسان چک بگیر قرار میگیره، دقیقا مثل فاحشه میمونه که افرادی احتیاج به فاحشه دارند از زنان متفاوت و یا در بخشی حتی از مردان از جسمشون استفاده میکنن و اصلا اهمیتی براشون قائل نیست که آقا این فاحشه زن یا مرد بچه داره، چه خونه زندگی داره، در چه شرایطیه. قیمت رو میپرسه، آقا قیمت چه مقداره؟ 2 ساعت، 3 ساعت، 1 شب، 24 ساعت، چه مقداره؟ پولش رو پرت میکنه، میکنه تو دهن اون شخص، کارش رو انجام میده. در بعد سیاسیش از افراد با زبان فارسی و پارسی استفاده کردن، هر آنچه که خواستن در دهان افراد قرار دادن و اینها مزه مزه کردن، قورت دادن، هضمش کردن و چکشو گرفتن. به زبان فارسی و پارسی آمدن وارد جامعه ایرانی شدن که مخ جامعه ایرانی رو بزنن و اپوزیسیون دستساز MI6 و CIA به وجود آورنده خمینیزم دوم رو حمایت بکنن، احیانا اگر مردم به پا خواستن و این حکومت رو زدنش در خیابان ها زمین. این اپوزیسیون رو نگاه بکنید دارای چه شخصیت و هویتی است. آقایی میاد اونجا رو اینترنت نشسته در صدای آمریکا باش گفتگو میشه، مشاور کروبیه، از خاتمی هم دیگه انتقاد میکنه، از ولایت فقیه انتقاد میکنه و میگه من نمیدونم مجلس ششم که میخوایم وارد مجلس هفتم بشیم، مجلس چیکار چجوری میتونه؟ کسی هم نیست از این آقا بپرسه آقای محترم، امیدوارم که بانوی چیزی اسمش محترم نباشه با این آقا، ولی آقای محترم این هم جزو یکی از اون پیامبران اکرم
اکرم. آقای اکرم ببخشید، آقای محترم، مردم ما ایرانیان این حکومت رو نمیخوان. شما راجع به مجلس داری دیبیت میکنی، ما کل این ظرف، کل این آشی که پختید میدیم خودتون بخورید در صحرای کربلا، در صحرای عربستان سعودی، نوش جانتون، اصلا زندگی کنید به همراه تمام اون شترها، به همراه تمام اون دستاوردی که اسلام و اسلامیست برای ما بر جای گذاشت. و ازتون درخواست میکنم که هرچه سریعتر به بهشت برید. خودتون حیفه، حوریا در اونجا منتظرتونه. در اینجا اگر شما داره یک زن هستی و در آمریکا به ندرت خیلی سخت میشه صیغه گیر آورد، اونم از اون صیغه اسلامی، صیغه جور دیگه ایش هست که باید پولش رو بپردازی اما امکان داره مچت گرفته بشه، باور داشته باشید با این احکام اسلامی که این گل پسرایی که شما هستی و این مقدار نماز شب خوندی، من به شما قول میدم که حوریای به مراتب بهتر از هالیوودی در بهشت منتظر شما هستن. لطفاً هرچه سریعتر این بلیت بهشت رو خودتون تهیه بکنید و اگرم دوست نداشتید یک مقداری خواستید زجر بیشتری بکشید، هر چقدر، چون اسلام اینو میگه، هر چقدر ریاضت بکشید، در اونور در بهشت حوریای بهتری، چشم آبی داریم، قهوه‌ای داریم، بلاند داریم، زرد داریم، یشمی، خارخار پشمی داریم، همه رو داریم، در خدمتتون قرار میگیرن. آخه چرا چسبیدید به این دنیا؟ حیف نیست واقعا؟ اون بهش منتظر شماست. خدا داره اون جلوی در چند نفر رو گذاشته که براتون رژه برن چکتون بکنن. پل سرات رو هم برای شما دقیقا از هایوی 405 هم پهن‌تر گذاشتن. دیگه به یک خط بستگی نداره که شما اگر دروغ گفته باشی بیفتی اون پایین. من به شما قول میدم شما مسلمانان بسیار باورمند درست و شریفی هستید. حیف نیست این دنیا رو چسبیدید شیش دستی و میخواییم برای من ایرانی مجلس درست بکنی؟ ما اون مجلس شما رو نمیخواییم لطفا، چون این مجلس شما تا الان باعث مجالس ترهیم تمام جوانان و نوجوانان مملکت ما شده که به نادرست تحت عنوان اسلام و تحت نام حکومت اسلامی و تحت قرآن و شریعت اسلام و نمیدونم نهج البلاغه اینا شما خاک کردید این افراد رو، نمیخواستنم بهشت رو، اصلا بهشتی نبودن و نخواهند بود. شما که دم از بهشت میزنید چرا به اون دنیا تشریف نمیبرید؟ یا اگر به اون دنیا نمیخواید برید چرا در مهد جایی که این اسلام آورده شده تشریف نمیبرید؟ باور کنید شترهاش خیلی زیباست، باور کنید حق شتر اونجا بیشتر از حق زنه، همون چیزی که شما میخواید. دو تا دوست دختر شتر هم میتونید داشته باشید، هیچ کس هم باهاتون کاری نداره، شتر آزاده. بردهداری، شترداری، زنداری در عربستان سعودی و یا حکومت‌های اسلامی بسیار بسیار آزاده، رواجه، سنت پیامبر بوده از روز اول. به خاطر گسترش فعالیت‌ها، نگرش‌های متفاوت که بشه اسلام رو گسترش داد و در نهایت در سال 1979 جایی که جامعه ایرانی میرفت به سوی تمدن بزرگ، تمدنی که داشت چشمنداز و روند و گسترش فعالیت ها فقط حتی در بخش اقتصادی داشت چشم جهان رو کور میکرد، اینها توسط شترهای اسلامی، احکام اسلامی به ایران با تبلیغات شتر رو جای پرنده بالدار به ایران فروختند، به ایرانیان شتر رو. ای کاش حداقل شترمرغ بود، ما بهش یه جوری بالاخره دستور میدیم آقا شترمرغ یه بار گفتی مرغم حداقل بپر. نه، آقا اسلام گفته شتر باقی بمان. حکومت اسلامی گفته که میبایست راه شتر رو ادامه بدیم. گفتیم خب آقای شتر، خب بذارید مثل بقیه اعراب از این شتره کولی بگیریم. گفتن نه آقا، این شتری است که دم خونه همه خوابیده، این بار شتر رو سر شما سوار خواهد شد. نه، این کارو با ما کردن. تبلیغات جهانی، همین کاری که در وی او ای و بی بی سی و رادیو فردا دارن میکنن، در قسمت بسیار بالا چکشون رو میگیرن دیگه، چک میگیرن با زبان فارسی هویت تاریخی و مملکت ما رو میفروشن، نفت ما رو به ارزان و مجانی میبرن و در نهایت بحرانزایی، کثافت زدن بیشتر به جامعه ما. و بعد اینکه آقا لب مرز که داری میای، همین سربازان بوگندوش از من ایرانی میپرسن کجا بودی، کجا نبودی، کی رفتی ایران. این روزگاریست که من و تو به وجود آوردیم.
اگه تو گوششون زده بودیم همون روز اول، این بی احترامی رو به من ایرانی نمی‌کردن که اینجا در خود همین آمریکا جلوی یک ایرانی رو بگیرن، یک بانوی زیبای ایرانی رو بگیرن، 8 ساعت در اون امیگریشن نگهش دارن که تو چرا ایران بودی؟ ایرانی که همین آمریکایی‌ها میومدن نوکری ما رو می‌کردن و جامعه نفهمید. همون انگلیسی‌ها که فکر می‌کردن سوار بر ایرانی بودن، ما البته کولی هم دادیم، اینم باید بگم. در دوره‌ای ما ایرانیان به خاطر نداشتن سواد، دانش و آگاهی کولی دادیم. واقعاً کولی ازمون گرفتن. به سالن‌های خودشون که در ایران و در جنوب ایران زده شده بود ما رو راه نمیدادن، فکر میکردن ما تیفوسی هستیم. انگلیسی ها میبادن نفت رو میبورن 99-1. اون 1% هم اگر یک بشک نفت یه ایرانی میخواست از پالایشگاه استخراج بکنه بیاره به خونش، تای اون بشکر هم سوراخش میکردن. متاسفانه ایرانیان با دست خالی تمام سدها رو ساختن، ایرانیان با دست خالی تمام تونل ها رو زدند، ایرانیان با دست خالی را آهن رو بنا کردن، ایرانیان با دست خالی جلوی عوام فریبی با غیرت ایرانی ایستادن، اما از طریق مخابرات، از طریق رسوندن اخبار، از طریق تلفن، تلکس، رادیوهای کثیف سوء استفاده گر ولی به زبان فارسی با نام ایرانی برای ما به اسم آزادی و استقلال شترهای پرنده رو با نام خمینی که شما رو به بهشت میبره، این شتر هر روز داره ده ها نفر رو به بهشت میبره و میاره، بعد بیان کماکان وقتی که ما تمام این صحبت ها رو میکنیم بیان بگن آقا در رابطه دیبیتی بکنیم در رابطه با احمدی نژاد، احمدی نژاد خواستش چیه، مجلس چی میگه، اینا کجا قرار. ما میگیم آقا اصلا خسته شدیم، مزخرفات رو کنار بگذارید. یعنی آقا مزخرف چیه؟ ما شما اصلا مثل که داری دیکتاتور. آی آقا بازار رضا شاه اومدن، وقتی میگی شما بوگندوها رو نمیخوان شما کثافت زدید به مملکت ما، ما کل این داستان حکومت اسلامی رو نمیخوایم، میگن آقا اینا تندروان، اینا اصلا ببینید در همون پایه دارن دموکراسی رو میچسبن دوباره به همون جایی که خمینی چسبید. اون رو کجا چسبید نمیدونم، به جایی چسبید، همون جایی که خیلی ها چسبیدن و سعی میکنن در بهشتن بچسبن. ولی میخوام داستان تلخ زندگی رو براتون بخونم. بر اساس قرارداد امضا شده که جزئیات آن در پی میآید، تمامی مراحل استخراج، توزیع و فروش نفت و گاز ایران که قریب به اتفاق منابع نفت و گاز را شامل می شود به دولت چین واگذار گردید. پترونهاد که تشکیلات ویژه کنترل استخراج و فروش نفت در دفتر علی خامنه ای است، هم به موازات همین قرارداد تشکیل شد. پترونهاد در این قرارداد تحت عنوان پترونهاد بنیاد فعالیت می کند و دفتر ویژه ایرانی است در شانگهای چین راه اندازی کرده است که از آن به عنوان پترونهاد شانگهای نام برده می شود. در این پروتکل سهم پترونهاد بنیاد و پترونهاد شانگهای به تفکیک به حساب هر کدام واریز می شود و این جدای از سهم قرارداد خاتم انبیا امام زمان هم باید از چاه نفت ما و مریدانش از چاهای نفت ما بهره برداری بکنن و شرکت ملی نفت ایران است. قرارداد پیشنهادی چینی ها پس از تایید دولت این کشور به دفتر رهبری ارسال شد، زیرا چینی ها اجرای قرارداد را منوط به تایید علی خامنه ای دانسته بودند. پس از آن گروهی از اعضای دفتر رهبری به سرپرستی علی اکبر ولایتی ضمن دیدار با رهبر حکومت و وخیم اعلام کردن اوضاع اقتصادی کشور، نظر موافق وی را برای امضای قرارداد جلب کرد.
ولایتی و همراهان در این دیدار اعلام کردند که تنها راه نجات اقتصاد کشور از تحریم‌های بین‌المللی و بحران تولید و فروش نفت و گاز کشور واگذاری امتیاز استخراج و صدور نفت به چینی هاست و در غیر این صورت چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر تحریم‌ها نیست. به گزارش کارشناسان از واگذاری امتیاز بخش عظیمی از منابع نفت و گاز ایران به چین از سوی علی خامنه ای، این قرارداد روز 21 آوریل 2011 توسط شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دارایی ایران و چنومنگ وزیر تجارت چین امضا گردید. چینی ها در این قرارداد به ازای حضور مستقل پترونهاد، بنیاد و پترونهاد، شانگهای، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت ملی نفت ایران شرکت‌های متعددی از نفت و گاز چین را در این امتیازات سهیم کردند. شرکت‌های سینوپک، چاینا پترو شیمیکال، چاینا نچرال گاز، چاینا نچرال پترولیوم کورپوریشن، فوش کیمیکال از جمله این شرکت‌ها هستند. به علاوه چینی‌ها با زیرکی خاصی شرکت های گاز پتروم، لوکول و روزنفت همچین چیزی روسیه را با خود همراه ساخته و با واگذاری سهم کمی از برخی پروژه نفت و گاز ایران آنان را در این قارت آشکار منابع ملی ایران با خود همپیمان ساختند. یادآور می‌گردد برای هر کدام از مناطق نفتی و گازی اعلام شده در قرارداد در پروتکل جداگانه ای به امضا رسیده است. خلاصه مفاد بخش نفت در قرارداد ننگین 21 آوریل 2011 به شرح زیر است: یک، حوزه نفت و گاز پارس جنوبی فازهای 14 تا 26 69% سهم چینی ها سینوک و سینوپک، 31% سهم قرارگاه خاتم الانبیا. دو، حوزه نفتی آزادگان 66% شرکت‌های چینی که 9% سهم خود را به لوکا آویل روسیه واگذار کردند و 14% سهم شرکت ملی نفت ایران، 10% سهم قرارگاه خاتم الانبیا و 10% سهم پترونهاد. 3، حوزه نفتی یادآوران، حوزه نفتی کوشکک و حسینیه 58% سهم سینوک و فوبوشن چین، 2% پترونهاد و بنیاد، 2% پترونهاد شانگهای و 38% سهم شرکت ملی نفت ایران. 4، حوزه نفتی منصورآباد 57% سهم شرکت ملی نفت چین، 3% پترونهاد و 40% سهم شرکت ملی نفت ایران. 5، حوزه نفتی پارس شمالی 40% سهم شرکت ملی نفت چین، 30% پترونهاد بنیاد و 30% سهم شرکت ملی نفت ایران. 6، حوزه نفتی چنگوله 35% سهم شرکت ملی نفت چین و 16% روزنفت روسیه، 4% پترونهاد شانگهای و 45% سهم خاتم الانبیا. 7، حوزه نفتی آذر 40% سهم شرکت های سینوک و شانگهای پتروکیمیکال چین، 15% شرکت های روسی، 5% پترونهاد بنیاد و 40% سهم شرکت ملی نفت ایران. 8، ببینید بخونم 8 هست، 9 هست، 10 هست، ولی کوتاه مختصر بگم، اینو روی فیسبوک هم قرار میدم که همگان ببینن جنایت های آشکار رو. به عقیده کارشناسان میزان ذخایر نفتی در 10 حوزه مورد اشاره بالغ بر 88 میلیارد بشکه تخمین زده می شود که ارزش آن به صورت غیر فراورده ها و خام حدود 1044 میلیارد دلار است و در صورتی که بخشی از آن به فراورده های نفتی تغییر کند ارزش آن به رقم 1652 میلیارد دلار بالغ می گردد. ارزیابی ها همچنین نشان می دهد که پترونهاد بنیاد و پترونهاد شانگهای و همچنین قرارگاه خاتم الانبیا سهم خود را تا سال 2025 میلادی به تفکیک هر کدام حدود 80 میلیارد دلار برآورد کردند. به علاوه توجه به اینکه
نکته مهم حائز اهمیت است که دولت چین و شرکت‌های نفتی وابسته به آن برای کسب امتیازهای نفتی و گاز مبالغ هنگفتی را به حساب‌های شخصی یا گروهی از طرف قراردادهای ایرانی واریز کردند که از میزان دقیق و محل واریز این مبالغ اطلاع دقیقی در دست نیست. این قسمت رو فقط خدمتتون عرض بکنم، کسانی که دلال‌های نفتی هستند و این زد و بندها رو به وجود میارن و انجام میدن، سهم خودشون رو کش، به صورت کش در همون هفته اول دریافت میکنن. دلالی پیدا میشه، میان تخمین میزنن در چه جاهایی چه مقدار نفت، چه مقدار گاز و غیره هست و بعد قراردادها رو توسط دلالین که واسطه های متفاوت هستن، که در یکی از بزرگترین واسطه ها خانواده خود رفسنجانی از دوره نخستین و آغازین قراردادهای نفتی، که عکس خود رفسنجانی رو زمانی که رفت به شوروی سابق با گورباچوف نشست و صحبت کرد و دستهای آنچنانی داد، تا چه مقدار و چه میزان براتون پخش کردم و صحبت کردم. دلالین اول از خانواده خود رفسنجانی شروع شده، که حتی کسانی که یک زمانی با همین رفسنجانی مثل بنی سعد کار میکردن برگشت گفت آقا این از روز اول اصلا اسلامی هم نبود، این اومد دلال بود، این اومده بود همیشه در سایه بیسته و کارشو در سایه انجام بده، و تا به امروز هم همین کارو کردن. میلیاردها، هزاران میلیارد دلار ما توسط رفسنجانی و خانواده‌اش به اروپا و آمریکا و کانادا آورده شده. و من و تو ایرانی نشستیم و اما سیاسی نیستیم، سیاسی نیستیم، شعور نداریم، خریم، نمیفهمیم، بیشعوریم. خلاصه مفاد بخش گاز، قرارداد ننگین 21 آوریل، آنچه که براتون خوندم قرارداد نفت بود که چند تا دیگرش هم بود نخوندم چون وقت نمیرسه، کلیپ های هم هست که باید براتون پخش بکنم. 11 حوزه گازی پارس جنوبی، 44% سهم شرکت چاینا نشنال گاز، 14% سهم کنسرسیوم روسی، گاز پروم و پرومولوک، همچین چیزی، 6% سهم پترونهاد شانگهای، 36% سهم شرکت ملی نفت ایران. شماره 12 حوزه گازی کیش، 52% سهم سینوپک و سینوک چین به صورت برابر، سهم هر کدام 26%، 7% سهم گاز پروم روسیه و 41% سهم شرکت ملی نفت ایران. 13 حوزه گازی پارس شمالی، 25% سهم پترونهاد شانگهای، 45% شرکت گاز طبیعی چین و 30% هم سهم خاتم الانبیا. ببینید تعداد زیاده، تا 21-22 هست، اینها به چاپ میرسه، ولی این قسمتش رو براتون بخونم که بیشتر دردآوره. وقتی بیسوادترین افراد رو میبرن اونجا که فقط امضا بکنن، انگلیسی هم بلد نیستن، نمیدونن اصلا چی گذاشتن جلوشون، چه در که در نشست‌های اوپک، چه در نشست‌های متفاوت، چه در نشست‌هایی که در خلیج فارس انجام دادن، افرادی رو به عنوان وزیر نفت میبرن اونجا که هیچ سوادی ندارن، باید برابری بکنه با کسایی که به فرض 25 سال، 40 سال درسشو خوندن، اساتید بزرگ هستن که توسط کشورهاشون به عنوان متخصصین انتخاب شدن که برن و این پروتکل ها رو بنویسن، این دیل ها رو ببندن. هرچی عقب افتاده است، هرچی بی سواده، هرچی کند ذهنه، هرچی جنایتکاره، در رأس قرار گرفته، میرن این معامله ها رو میکنن که بمانند، فقط بمانند. ما زایترین آدم ها رو میفرستیم که شما فقط امضا بکنید. این آقا میاد اونجا امضا میکنه، برمیگرده پول ها رو فقط بگید در کدام بانک ها باید بره. بررسی های کارشناسان نشان میدهد حجم گاز موجود در این حوزه ها بالغ بر 218 تریلیارد فوت مکعب است و بهایان بدون فراورده های پیشرفته گازی 1308 میلیارد دلار و در صورت استحصال فراورده های گازی حدود 1855 میلیارد دلار است. این آمارها همچنین سهم پترونهاد بنیاد و پترونهاد شانگهای را تا سال 2027 میلادی
که زمان پیش بینی شده برای اجرای قراردادهای نفت و گاز است، بالغ بر 154 میلیارد دلار و سهم قراردادگاه و سهم قرارگاه خاتم الانبیا را از قراردادهای گاز 264 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد می‌کند. طبق برآورده‌های پیش‌بینی شده 81% سرمایه‌گذاری‌های مشمول این قرارداد را به ایران، 15% را به چین و 4% را شرکت‌های روسی متقبل می‌شوند. یک بار دیگه براتون می‌خونم. تمام اینها رو دیدید؟ براتون یک به یک خوندم که بسیارش هنوز مونده چون وقت نیست. آمار سرتون درد می‌گیره. چیزی به غیر از جنایت در این نیست که اموال ما رو دارن غارت می‌کنن و ما نشستیم. اینها میان چیکار میکنن؟ تمام اینها قرار شده تا سال 2027 به چین و روسیه و کشورهای وابسته داده بشه. اما برای این که بتونن فعالیت‌هاشون رو گسترش بدن، احتیاج به سرمایه گذاری هم هست. خب یک چاهی رو که شما میخواید ازش نفتی بکشید، اگه گازهای موجود رو به اون چاه برنگردونید، اگر بسیار از مراتب تکنیکی و تاکتیکی رو که فقط متخصصین به این امر و کسانی که صلاحیت دارن میبایست در رأس این هر کدام از این چاه ها، نه که بالا سر چاه وایسن، ولی ریاست بکنن که چگونه استخراجی داره صورت میگیره، که این چاه ها متعلق است به تمام فرزندای ایران که سوء استفاده ازش نشه، باید سرمایه گذاری بکنن که این چاه ها در درجه اول خوش نشه و همچنین بتونن چاه های دیگه ای رو بزنن، حفاری های انجام بدن تا اون گاز موجود، اون نفت موجود رو از زیر زمین استخراجش بکنن. تمام این اموال ایرانی رو دارن میبرن، یعنی هر آنچه گاز و نفت هست، ولی باز براتون میخونن تا براتون جا بیفته. طبق برآوردهای پیش بینی شده 81% سرمایه گذاری های مشمول این قرارداد را ایران میپردازد. یعنی نفت و گاز تو پیش فروش میکنن، چاهاتو میخرن، لیس میکنن، مثل ماشینی که لیسه، رنتال کار به فرض در نظر بگیرید، اجاره ایه، کسی رحمی بهش نداره، هر جور دوست داره میپیچه، هر نوع گازی دوست داره بهش میده. چاهای ما در دست اینهاست. و بعد میگن برای اینکه ما بتونیم از شما سوء استفاده بیشتر هم بکنیم، 81% سرمایه گذاریش رو خودتون باید انجام بدید. ما فقط افتخار میدیم که این نفت و گاز رو از شما بدزدیم. حالا میخواد چه شعار ایدئولوژیکی بر من بدی؟ بازم میخوای بشینی بگید نمیخوام بپردازم. واقعا سرم درد میگیره وقتی بعضی به عنوان برنامه ساز، به عنوان، میتونم بهتر بهشون بگم خطیب، خطبای نمازهای تلویزیونی، نمازهای سیاسی تلویزیونی که این جامعه رو چه مقدار و چه میزان پراکنده کردند، سعی کردن درون جامعه نفوذ بکنن، بخشی رو به سمت پادشاهی، پادشاهی به 150 هزار رشته تقسیم بشه، بخشی رو به طرف جمهوری، جمهوری به 150 هزار رشته تقسیم بشه، یه رئیس جمهور پیداش بشه مجدداً در فرانسه که مخصوصاً هم نکشتنش، خیلی هم راحت میتونستن از شهرش خلاص بشن. قرار بوده اینها رو در آب نمک نگه دارن که بحران آفرینی بکنن. این آقا هنوز به دنبال انقلاب اسلامی است و خودش رو رئیس جمهور اول و برتر مردم میدونه، بنی صدر. از طرف دیگه رئیس جمهور دیگه ای دستساز همین کارتل های نفتی با نام مریم رجوی، خودش رو کاندیدا هم نکرده، رئیس جمهوره. بعد میگه آقا ما احترام به دموکراسی هم میذاریم. من اصلا نمیفهمم، نه اینکه من نمیفهمم، هر آدم عاقلی نمیتونه بفهمه اینو که اون چه دموکراسیه که سنجابی میگفت چون 98% اون مسلمانه ما حکومت اسلامی باید داشته باشیم، این عین آزادی و دموکراسیه. رجوی برمیگرده میگه من رئیس جمهور هستم و تو دهن پادشاهی میزنم، پادشاهی کماکان ظلم و ستم و دیکتاتوریه، منم رئیس جمهور برترش هستم، قوانین اسلام دموکراتیک رو ما میاریم پیاده میکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه ما سرباز داریم، تانک داریم، توپ داریم، همه چی داریم. فهم میکنن تانک و توپ و سرباز و نیروی نظامی میتونه دموکراسی و آزادی رو به همراه داشته باشه. اگر شما می‌خواستین این کارو بکنید، آمریکایی‌ها خیلی جلوتر از شما، قوی‌تر از شما بودن، تمام سربازاشون رو بردن، اما ما هیچ اثر و آثاری از دموکراسی در اون منطقه پیدا نکردیم. خانم رجبی حداقل نمی‌دونم، من اینکه ادعا بکنید از جورج بوش پدر و جورج بوش مادر و جورج بوش پسر و جورج بوش نمی‌دونم فرزند و
خانواده آمریکایی ها و غیره، اصلا به طور کلی از تمام دموکرات ها و جمهوری خواه شما قوی تر و برتر و سرتر هستید. نمیدونم امکان داره اینم بشه، اینم به دلیل اینکه شما عقاید اسلامی دارید، در اسلام هم هیچ چیزی کنترل نداره، هر کسی هر چیزی بخواد میتونه بگه. در بخش دیگه بنیصد خودشو رئیس جمهور میدونه، این قسمت جمهوری خواست. یه عده دیگه هنوز دنبال مصدقیزم میگن آقا چون ما در هنوز، ببینید هنوز مردمو کجا میبرن، چون ما در 1332 گاز خوردیم و ما راه مصدق رو ادامه میدیم، اگر مصدق رو از قبل بیاریم بیرون زندش بکنیم به همه خواستامون میرسیم. اینم یه بخش دیگه مصدقیزم هست که اصلا من نمیدونم مصدق هیچ موقع جمهوری خواه نبوده، ولی اینا چه جوری جمهوری خواه که بعد توده‌ای در اومدن. بعد بگذاریم که دیگه نمیخوام به این بپردازم. در بخش دیگه طرفداران نظام پادشاهی میان وسط، انجمنهای متفاوت میزنن، گروه پیدا میشه میگه آقا ما پادشاهی میخوایم که پادشاه هر 4 سال یک بار عوض بشه. من نمیدونم در کجای دنیا همچین چیزی بوده، پادشاه هر 4 سال یک بار، پادشاه رو با نخست وزیر اشتباه گرفتن. در قسمت دیگه یه عده فسیل دیگه میان میگن آقا ما کماکان همون قوانین مشروطه رو، یه دو تا بالا پایین میکنیم ور میداریم، ما مشروطه اصلا شرط گذار، نمیدونم والا چی بگم. از قسمت دیگه عده شاه اللهی که اصلا چششون رو میبندن، دهنشون رو باز میکنن نسبت به هر کسی که مخالفت بکنه با اون چیزی که اینا میگن. و اون چیزی هم که اینا میگن هیچ فرقی با اصل دیکتاتوری نداره، در همه زمینه‌هاش دارم براتون توضیح میدم. تنها و تنها من راست بهتون بگم دو قسمت وجود داره برای جامعه ایرانی که بتونه نجات پیدا بکنه از راه رسیدن دانش و آگاهی و خواسته هاش به دو قسمت: پادشاهی پارلمانی که اگر پادشاهی مردم به پادشاهی پارلمانی رأی بخوان بدن، شاهزاده رضا پهلوی است که در رأس قرار میگیره و پادشاه اون مملکت خواهد بود، میبایست به پادشاهی پارلمانی رأی داد که هیچ قدرت اجرایی دیگه درون کشور نخواهد داشت. مثل نوروز سمبولی است از حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی. در بخش دیگه جمهوری خواهد بود که بدون خانم هایی که با تانک بیان، این دور زمونه خانم ها هم سوار تانک میشن، این اسلام عزیز میتونه خانم ها رو به جای اینکه از شتر استفاده بکنن سوار تانک هم بکنه، دستور جنگ هم بدن با نام رئیس جمهور. از طرف دیگه اسلامیست های دیگه هم میتونن بگن آقا ما هنوز چون با خمینی اومدیم، خمینی گول زد اینها رو، من مجبور شدم روسری سرم بکنم، ولی کماکان مینیجوبم رو حفظ کردم، مینیجوب اسلامی میپوشم، عقاید دموکرات اسلامی هم دارم. باور نمیکنی؟ در قسمت جمهوری خواهان به جمهوری خواهانی باید بپیوندید و بچسبید، جمهوری خواهانی که پسوند و پیشوند ندارن، جمهوریات جمهوری میخوان، دموکرات به معنای واقعی، چون اگر دموکراسی برقرار بشه دموکرات، جمهوری دموکراتیک از بهترین جمهوری هایی است که در سطح جهان در حال حاضر هست. اگه نمونه بهترش بیاد، نمیدونم امکان داره در سالهای بعدی نمونه های دیگه ای از جمهوری دموکراتیک هم مثل قارچ سر از زمین در بیرون بیاره و خودشو به جوامع متفاوت نشون بده. اما من این دو نظام رو به طور کلی میبینم که مردم باید به نمایندگان این دو نظام بچسبند و بدون پیشوند و پسوند، بدون دیکتاتوری، بدون حکومت فردی، بدون اینکه کسی بخواد بره زیر عبای کسی قدرتش بیشتر بشه که زیر اون عبا چه چیزهایی دادن اینها نوش جان کردن و بعدن مثل یک اژدهایی سر در برآوردن که در بخش دیگه باز براتون بیشتر توضیح خواهم داد، از اینها باید عبور کرد. دستاورد CIA رو باید آب دهانی بهش انداخت که آقا ما احمق نیستیم که شما میخوای واسه ما رهبر تهیه بکنید. 1 میلیارد دیگه هم در همون رسانه‌تون که چک از بالا به بچه‌ها میدین، از بگذارید من دهنم باز نشه، این واقعیت ها رو میگم چون دلم میسوزه. ای کسانی مثل من بودن 30 چند سال پیش صحبت میکردن، این چنین صحبت میکردن، به قول معروف شارپ، بدون حب و بغض، بدون ترس، جامعه ما به اینجا نمیرسید. نه اینکه رساله خمینی نباشه، در این بحث رساله من فردا با شما صحبت میکنم، اما وضعیت جامعه رو میخوام بهتون نشون بدم، سرتونم درد آوردم. جامعه ای که امروز میبایست کجا قرار میگرفت و کجا قرار گرفته. اگر میشه فایل 2 رو سیاوشان، میدونم خستتم کردم، در اتاق فرمان نگه داشتم زیاد صحبت کردم، فایل 2 رو برای هموطنانم پخش بکنید که ببینید اینها چگونه بحران آفریدن، تو سر مردم زدن با نام استقلال، آزادی،
درود بر خمینی، سلام بر مصدق. چه روزگار وحشتناک و عجیب و غریبی رو برای مردم ما آفریدن. باز نگین همه جای دنیا هست، نه، کشور ما یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه، همچین چیزی رو دزرو نداره به قول معروف. اینجا جاییه که مردم همزمان هم دستشویی میکنن، هم تزریق میکنن، هم غذا میخورن، هم شب همینجا میخوابن. هیچ بهداشتی وجود نداره و این میکروب و این بیماری و این ویروس میره تو اجتماع، میره تو خونه های مردم. اینجا کدوم شهر؟ اینجا میارن برای چی بسیدارن؟ خب بذار بگی ولی کن هیچی مگن غلام ولی کن اگرم ولی کن غلام برای این صحبت، این صحبت کن صحبت کن. چهار تا دونه سرنگ میاره یارو آقای زاکری پخش کنه بین معتادا. اون میاد بگه ایجا سرنگ پخش میکنین، در خونم شلوغه فلان، کار ندارم. سرنگا گریه نفر میاد دونه 200 تومن میفروشه بو بدبخت های دیگه. مجبورن سرنگ مشترک استفاده بکنن. بندر عباسی که باید شهر توریستی باشه، باید شاخص کشورمون باشه. این وضعیتش میان اینها رو دار میزنند، بسیار از این افراد میان دار میزنند. اسلام گفته باید دارشون زد. آمریکا میدونه، انگلیس نقشه‌شو چینده، روسیه حمایت میرسونه، چین میمکه میبلعه تمام دستاوردها رو. حقوق بشری، دفاتر حقوق بشری و این همین عفع بین الملل رو من خدمتتون عرض بکنم. آیا میدونید عفع بین الملل رو خود MI6 به وجود آورده؟ حالا هر کی هم میخواد بره منو سو کنه، بره سو بکنه. همین سازمان هایی رو که شما التماسشون میکنید، خانم بهایی با من تماس میگیره، آقا شمه تو رو به خدا یک مقدار در رابطه با حق و حقوق بهاییان صحبت بکنید، چه مقدار و چه میزان ما رو تیک پاره کردن. میگم بانو میخوای در این مسائل شرکت بکنید، میخوای یاری برسونید، میخواین همگام باشیم، برای من فرق نمیکنه شما بهایی هستید یا کلیمی هستید یا مسیحی هستید، ایرانی هستید، حقتون خورده شده، من حق شما رو به عنوان یکی از نمایندگان شما جلوی میکروفون خواهم گرفت، مردم روشن خواهم کرد، ولی یک مقداری هم آخه خودتون در صحنه حضور داشته باشید. اینکه شما کماکان بر پایه دینتون، مذهبتون، اون چیزی که اعتقاد دارید میری جلو میگید، در کارهای سیاسی شرکت نمیکنید، ببینید یعنی حق واقعی خودتون رو برای انتخاب نوع سرنوشت از خودتون گرفتید. من نباید بیام صدای شما باشم، شما میبایست صدای خودتون هم باشید. نامه به عفع بین الملل مینویسید، به سازمان های حقوق بشری مینویسید، که همین سازمان ها رو قسمتی CIA به وجود آورده، قسمت دیگه MI6، به کجا نامه مینویسید؟ اهمیت میدن؟ چند تا نامه فرستادید تا به امروز؟ 1 میلیارد، 1 میلیون، 100 میلیارد دیگه نامه بنویسید. از این ور میاد، از اون ور شردش میکنن میره. میبایست بدانید که اگه میخواید کشورتون رو پس بگیرید، دست و زانوت بزنی و بیستی حقت رو بگیری. یه نفر میاد با اسب سفید، امام زمانی بالاخره یه روز میاد حق منو میگیره، منو به یاد بحث‌های دوستان دیگه‌ای میندازه که بسیارم شیرین هست، جذاب هست و شنیدنی، در رابطه با روشنگری‌های تاریخی و اجتماعی و سیاسی و مدنی که در روزهای آینده انجام خواهیم داد و انسانی که واقعاً همه تکالیف خودش رو میده کسی دیگه ای حل بکنه. در دوران عید میرفتین مدرسه، نمیرفتیم، 13 روز تعطیلی بود، بسیاری اون روز آخر که 13 به در بود میخواستن مشقاشون رو بنویسن، ایده هم مثل ما نمینوشتن، میگفتن ببین این 13 روز رو لذتشو بردم، میخوام برم خطکششو بخورم، میخورم، ارزششو داره این 13 روز که هیچ کاری انجام ندادم. از اون بچه تنبلا بودن که به هیچ عنوانم دوست نداشتم 13 به درم خراب بشه. اینقدر این عشق نوروز رو ما داشتیم از بچگی که حاضر به خطکش خوردن بودیم، حاضر به این بودیم که صفر بگیریم، مشقامون هم انجام ندیم، یا اینقدر تون تون می نوشیم یا گفتیم آقا یه مقدار از این ایدیایی که گرفتم میدم شما، شما برو انجام بده به یکی از بچه‌ها، حالا اگه حاضر میشد.
ولی واقعا وضعیت ما اینه. این چنین بچه‌هایی درون کشور با دانش و آگاهی بیان تیکه پاره بشن، کشوری که جزو چند کشور ثروتمند جهانه. به من نگید در تمام کشورها همین هست، به من نگید، چون در تمام کشورها هست میباید در کشور ما وجود داشته باشه. کشوری که مملو از سرشار از منابع نفت و گازه، حتی یک معتاد به این وضعیت نباید بیفته. یک معتاد اگرم کسی میخواد به طرف اعتیاد کشته بشه، میباید مثل وکلای همینجا باشه، دکتره اینجا، دکتره میره کوکائینش رو میخره، بیشترین پولم میده، مثلا شما نمیفهمی که کوک زده. یارو میره تریاکشو میکشه و نمیدونم حشیششو میکشه و موادشو حال میکنه، شما اصلا نمیفهمی، چون اصلا از لحاظ فیزیکلی در ضعف قرار نگرفته. اقتصادی اون رو به عنوان حربه ای از خلاص شدن از دست این روزگار، به عنوان نشه کردن مورد استفاده قرار میده، که با خودش حالا دوست داره بکشه یا نکشه. ولی این چنین بدبخت نیست. مردم ما به خاطر نداشتن کار، نداشتن سرمایه، نداشتن امکانات اجتماعی به این بدبختی دچار شدن، ولی عقلشون هنوز خوب کار میکنه، میدونن کیا بدبختشون کردن. در بخش دیگه ای بیان تاریخ و فرهنگ و هنر ما رو زمینگیر بکنن. سیاوشان اگر میشه فایل شماره 1 رو از تلویزیون فقط زبان فارسی اما هدف نابودی، یکی هم از دستشون در رفته، از بی بی سی، ولی همین بی بی سی چگونه ما رو تکه پاره کرد. قسمتی دیگه از روانشناختی اینه که اینا رو بهتون نشون میده که بگه آخه شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید، دارن به ما میخندن، نگاهی بکنید متوجه میشید من چی میگم. فایل شماره 2 رو اگر میشه. بسیار سپاسگزارتون. فایل شماره 2. پس ببخشید 1. عذر میخوام، اصلا اشتباه کردم. تو رو پخش کردم 1. یکی بود یکی نبود. تاریخ پر قصه است. دختر فقیر، پسر پادشاه. قصه حمله اسکندر به ایران و داستان آریوبرزن، سردار ایرانی. آریوبرزن جلو سپاه اسکندر مقدونی ایستاد. اسکندر از آریوبرزن خواست تسلیم شود تا فرمان روایی سرزمینی را به او بدهد. سردار ایرانی قبول نکرد، با اسکندر جنگید و کشته شد و اسکندر با احترام آریوبرزن را به خاک سپرد. راست و دروغش به گردن تاریخ. 2300 سال بعد مثل یک چشم به هم زدن گذشت. مردم مقدونیه دارند مجسمه اسکندر را نصب می کنند و اون طرفتر میدان آریوبرزن در یاسوج. دادستان یاسوج گفته برای جلوگیری از هر گونه درگیری دستور داره مجسمه آریوبرزن را از اینجا بردارند. درگیری؟ خیلی ها فکرشان رفت سمت شمشیر آریوبرزن، اتهام حمل سلاح سخت. محمد موسوی دادستان یاسوج گفته مجسمه آریوبرزن به درخواست سپاه شهرستان یاسوج از اینجا برداشته می شود. معلوم نیست سپاه شهرستان یاسوج سپاه اسکندر است یا سپاه آریوبرزن. سپاه شهرستان یاسوج گفته باید به جای مجسمه آریوبرزن یک نماد اسلامی بگذارید. همین یک ماه پیش سواران پارتی بعد از 50 سال از میدانی در ساری رفتند به تاخت و بعد معلوم شد مجسمه ها را به اینجا آوردند. میدان امام ساری حالا اسب ندارد. مسئولان شهر گفته بودند وجود اسب در میدان توهین به نام امام است. مجسمه ها این روزها امنیت ندارند، از دست سارقان، دادستان، سپاه. گاهی به خودتان تکانی بدهید، مجسمه ها را میگیرند. فرزاد کاظم‌زاده، بی بی سی. خبر رو گرفتید، ولی من در این رابطه باهاتون صحبت بکنم. چرا فکر میکنید چنین رسانه هایی که خودشون آورندگان چنین
هویت اسلامی به کشور ما با تبلیغات بلند بالا شدن تهیه میکنند. میدونید چرا؟ یادتون هست در همون روزهای اول وقتی که در بالای پشت بام مدرسه علوی بزرگان رو تکه پاره کردن، آغاز یک سری حرکت‌های ضد ایرانی و ترور کردن، میتونم بگم تیکه پاره کردن شروع شد و بعد روزنامه نگارانی در وصف این ترورها و این اعدام‌ها نوشتند و ستایش کردند رهبران احزاب، رهبران چریک‌های فدای خلق، رهبر سازمان مجاهدین، رهبر احزاب متفاوت، رهبر جبهه ملی، رئیس دولت مهدی بازرگان که خودش کتف بسته جهانبانی رو میبره و تیکه پاره میکنند که خانوادهشون اینجا نشسته و دارن بربرن به ما نگاه میکنن و تازه طلبکار هم هستن، میارن تو بی بی سی و میارن تو صدای آمریکا، تازه نظر پرداز مسائل سیاسی هم هستن و مذهبی، پدرشون جنایت انجام داده، دست جهانبانی رو از پشت بسته در دفتر و همراه بقیه تروریستان میبرنش به زندان، میبرنش چند روز بعد تیکه پارش میکنن آقایون، تازه ادعاشون هم میشه. حتی در گفتگوی امین بنی صدر با این تلویزیون صدای آمریکا برگشت گفت تا یک زمانی اعدام‌ها ادامه داشت ولی از اون به بعدش دیگه من سعی کردم متوقفش بکنم، اصلا اشاره نکرد که اصلا آقا این اعدام‌ها برای چی بود، مگه شما نیومده بودید اسلام عزیز رو برای مساوات و برابری؟ ولی هیچکس جوابگو نیست. اینو خدمتتون عرض بکنم، دلیل اینکه این کارها رو انجام میدن بی غیرت تر کردن جامعه است. شما اگه نگاه بکنید بعضی از این خبرها در روزنامه‌های اون زمان چاپ شد خیلی راحت، چون روزنامه نگاران هم حمایت میکردن خمینی رو و این دستاورد رو، یک حالت بی‌حسی به مردم دست داد که آقا هر کسی که در مملکت داره تکه پاره میشه، اعدام میشه، حقشه، شما سکوت بکنید. انقلاب بنیادهای متفاوت آغاز به کار کرده و دادگاه‌های انقلاب، دادگاه انقلاب ارتش، دادگاه‌های انقلاب دیگه‌ای آغاز به کار کردن و اینها یکی پس از دیگری چون خیانت به مملکت کردن، روزنامه‌نگاران می‌نوشتن خیانتکار بوده این، اونها هم اعدام می‌کردن، یا اول اونها اعدام می‌کردن اینا می‌نوشتن خیانتکار بودن و بعضی‌ها رو حتی آوردن وسط شهر. من هیچ موقع یادم نمیره داشتم میرفتم امجدیه یک روز پیاده از میدان فردوسی داشتم رد میشم، جمعیت انبوهی اونجا بود که اصلا راه ها رو بسته بودن، ساکم رو دوش، یک لحظه نگاه کردم دیدم این افراد رو بردن بالای جرثقیل و پرتشون میکنن از اون بالا پایین و این با سر با گردن آویزون میشه. چرا این کارو میکردن؟ به خاطر اینکه مردم رو عادت بدن به بی غیرتی. فکر میکنی بی بی سی چرا اینو پخش میکنه؟ عاشق هویت ماست؟ خیر، داره این رو پخش میکنه به خاطر اینکه شما توضیح هم نمیده که شما بیشتر بی غیرت بشی. ببین ما این کارا هم باهات میکنیم، پس خفه شو. کروبی موسوی، افرادی هم میارن کروبی موسوی، حتی دیگه به خاتمی هم گیردم میگه آقا خاتمی، ولی کروبی موسوی، اگه میخوای به سعادت برسی کروبی موسوی. مردم ما رو در طی تمام این سالها بی غیرتشون کردن، انقدر بی غیرت شده که خود این جامعه تشنه به خون حکومت اسلامی اما نای بلند شدن نداره. من نمیدونم این چه نوع تشنه به خون شدنیه. با هر کسی که میشینم صحبت میکنم، با هر هموطنی که میخوام میشینم صحبت بکنم، نظریاتشون انگار یه نفر ساختن بقیه رو کپی کردن، میخوان حکومت اسلامی بره اما نشستن نگاه میکنن، میگن خب ما چیکار میتونیم بکنیم. 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، از دوستان میخوام یک میوزیک ویدیو خیلی زیبا هم اگه شد کوروش یا هر کدوم از این بچه‌ها رو که دوست دارید آماده بکنید پخش بکنید. فقط من 5 دقیقه آخر رو ازتون درخواست بکنم که از من میپرسید چه کار بکنید، بهتون میگم چه کار بکنید، ولی اگه بخواید کمک بکنید، اگه نخواید بشینید. این رسانه از طریق این دوربین و این میکروفون، من از سهم خودم باهاتون صحبت بکنم، میتونم چنین روشنگری‌هایی رو به وجود بیارم، انجام بدم، توضیح بدم، حضور داشته باشم و مطمئن هستم که جامعه جوان ایرانی که چنین گویش و کنش و منشی رو تا به امروز در این ساعت ندیده با آغوش باز میپذیره و در نهایت تصمیم گیری رو درون کشور اون بچه ها انجام میدن. پروانه بدید که ما هر روز قویتر و قویتر بشیم. سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان که تا به امروز یاری رسوندید.
چه کسانی که به سازمان همبستگی ایرانیان UPO United Persian Organization که سعی و تلاش کوشش کرد از طریق آگاهی جامعه رو با هم در کنار هم قرار بده و چه این رسانه که پروانه به من داده تا بتونم در خدمت شما جامعه باشم، از مدیریتش جناب وطنخواه بسیار سپاسگزارم که دست من رو باز گذاشته برای ابراز عقیده، نظر و ساعتی که اختصاص داده شده و امید دارم، آرزو میکنم که هرچه سریعتر به سمت ایران پخش بشیم. امروز هم فایبرمون 100% آغاز به کار خواهد کرد و امید دارم که در بخشی از قسمت‌ها که برنامه رو فریز میدیدن یا قسمت‌های تکنیکالی داشتن اون برطرف بشه. و همچنین از همه شما که در طی تمام این سال‌ها سازمان همبستگی ایرانیان رو حمایت کردید و کماکان تماس می‌گیرید سپاسگزاری بکنم. وبسایت من همون ایرانبزرگ.com هست. در قسمت ایرانبزرگ.com شما تمام فایل‌ها رو که برنامه‌هایی است که من صحبت کردم در دو بخش متفاوت، در قسمت آرکایو، اگر روی آرکایو برید هایلایت بکنید میتونید ببینید که هم ویدیو هست و هم آدیو. ویدیو اختصاص داره به خارج کشوری ها، خارجی ها. آدیو اختصاص داره به بچه های در بغض گلو خفه شده جامعه ایرانی که راه اینترنت رو هم بهشون بستن. اسلام با اون کبکبه و دبدبش از امثال من وحشت داره و میترسه که این موقع حکومت اسلامی شکست بخوره و خدا هم از بین بره، چون اینا اعتقاد دارن اگه حکومت اسلامی از بین بره خدا هم نابود شده. اسلام اگه نابود بشه، حکومت اسلامی نابود بشه، خدا هم نابود شده. بنابراین میباید برای حفظ خدا این حکومت اسلامی رو نگه داشت. من حفظ خداست منابع نفت و گاز ما رو بدن به چین و روسیه که اصلا خدا رو هم قبول ندارن. این روزنامه‌نگارانی که قدیم می‌نوشتن هم کجا هستن؟ به هر روی وبسایت من ایرانبزرگ.com در قسمت آرکایو هم آدیو هم ویدیو رو میتونید مشاهده بکنید با کیفیت خوب. در اونجا هم قسمت فیسبوک هم هست، هم قسمت یوتیوب هم هست و همچنین کسانی که در طی تمام این سالها یاری رسوندن از طریق پیپل مجموعه توته جهانی رو میتونن خریداری بکنن روی وبسایتم. این مجموعه رو من در سالهای پیش با هزاران گرفتاری و مشکلات تاییش کردم تا به جامعه ایرانی قسمت بسیاری از اسناد رو نشون بدم که وقتی اسناد رو شما میبینید دست برمیدارید از بعضی از این رسانه ها و برنامه سازان پولکی که اومدن فقط سر مردم رو کلاه گشادتری بذارن و هیچ قدمی مردم رو به سمت جلو نبرن، مردم رو در 50 سال پیش نگه دارن. متاسفانه وقتی این اسناد اومد بیرون بسیاری چشم‌پوشی کردن و دوست نداشتن بازگو بشه. این مجموعه رو شما میتونید در وبسایت خودم ایرانبزرگ.com از طریق پیپل خریداری بکنید. همچنین از طریق پیپل میتونید به سازمان ما یاری برسونید، سازمان UPO United Persian Organization. همچنین برای کسانی که میخوان به من ایمیل بدن، دو تا ایمیل متفاوت دارن در وبسایت هم، در قسمت کانتکت هست که یکی saidchemirani@yahoo.com هست، یکی info@saidchemirani که روی ایران بزرگ هست. دو تا ایمیل متفاوت روی وبسایت، میتونید از هر دوی اون ایمیل ها استفاده کنید، برام ایمیل بزنید، کماکان ایمیل ها از سطح ایران به دستم میرسه. همچنین آدرس پستی ما اونجا هست، پی او باکس 141 لاگونا بیچ کالیفرنیا 92652، آدرس قدیمی من هست. در نهایت بله، بسیار از بچه‌ها سپاسگزارم، سیاوشان خیلی خیلی سپاسگزارم، خسته نباشید. ایمیل من این پایینه، شماره تلفنم هم این پایینه، هر زمان کاری داشتید میتونید تماس بگیرید. احیانا عذرخواهی میکنم از کسانی که واقعا تماس گرفتن نرسیدم تماسشون رو جواب بدم، باور داشته باشید که مسئله این نیستش که من اهمیت ندادم، واقعا اگه برسم به تک تک شماره ها زنگ میزنم، از سر تا سر جهان تماس گرفته میشه، ساعت های متفاوت. و هر روی از همه شما که تا به امروز یاری رسوندید، در هفته پیشم چک کردم تعدادی از هموطنان یاری فرستاده بودن، از همه شون سپاسگزارم. من اهل این نیستم که بیام تک تک توضیح بدم کی رسید کی نرسید، ولی از چند تنی که یاری رسونده بودن بسیار سپاسگزارم و باز توضیح میدم از طریق چک مانی اوردر کماکان میتونید به همون آدرس حساب ما UPO چکتون رو در بچه UPO بنویسید به ما یاری برسونید. همچنین هموطنانی که به بخش تلویزیونی میخوان یاری برسونن با شماره تلفن تلویزیون تماس بگیرن، از $10 به بالا هر کسی که دوست داره مایل همین الان یاری برسونه و
من سعی میکنم معمولا همیشه اینجا 2 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت بعد از برنامه بمونم. روزهای متفاوت شدم تا 7 8 ساعت بعد از برنامه موندم. ما در خدمت شما ایم. از طریق کریدیت کارت میتونید با تلویزیون یاری برسونید. بچهای دیگه اینجا سعی کوشش تلاش میکنن با دیدگاه‌های متفاوت، اما یک هدف، این راه رو ادامه بدیم. هر ایرانی از 10 دلار آغاز به کار بکنه که در وسعت گسترده‌تری پخش بشیم. همچنین میتونید رو وبسایت خود تلویزیون قرار بگیرید. اگه مایلید به خود مستقیم تلویزیون از طریق پیپال یاری برسونید، از اون طریق بفرستید. اگه میخواید از طریق چک یا مانی اوردر به تلویزیون یاری برسونید، از اون طریق یاری برسونید. کسانی که این راه رو، این گویش و کنش و منش رو در این برنامه دیدن، به تلویزیون یاری میرسونن، تماس گرفتن، بگن در برنامه شمیرانی و ازتون درخواست میکنم سعی و کوشش و تلاش بکنید، کمی بیشتر نسبت به گذشته حساسیت به خرج بدید. ننشینید تا کسی بیاد و همه چیز رو برای شما عوض بکنه، چنان کسی نخواهد بود، مگر اینکه نمایندگانی انتخاب بکنید مثل من و ما که پشت داستان واقعی کشور بایستن و راه رو ادامه بدن. از همه شما بسیار بسیار سپاسگزارم. من هر روز برنامه‌ام از دوشنبه تا آدینه 9 صبح تا 11 صبح به وقت لس آنجلس هست که بازپخشش 7 تا 9 شب به وقت لس آنجلس انجام خواهد شد. از سیاوشان بسیار سپاسگزارم و همه شما که تا به امروز توجه فرمودید. شادزی. کشور تو راه مهیبی، پاشو بنگر که ملت توی خواب عمیقی. ببین به دنیا داریم میگیم که ما برتریم، در حالی که ماها همه یه مش گدا پروریم. ببین یه جوون از ته دلش به داره میگه، اینجا لواز و زنا جزی از کردار نیکه. کوروش ناموس فروشی رو دور قیمت، کوروش ملت گفتار نیکش فاشو غیبت. کوروش زور و تحقیر و ویران کردن، حزب خط خورده از تقویم ایران رسمن. راسی مقبرت با سیل و بلاها رفته، عکست فقط زل در قلی و سراها نسبه. کوروش آرامش خیلی وقت زندانی شده، نماد فر به هر نماد شیطانی شده. کوروش داره برمیگرده عقب زمونه، کوروش راسی میدونستی خدا عرب زبونه. یعنی جهنم جای ماست که فارسی خوندیم، دنیا پیشرفت کرد با دوره یه دارسی مون. کوروش خلیج تو خلیج عرب نمیدم، ولی بازم عرب و تو وطن را میدم. همون عرب هایی که هستن تشته به خونمون، همونا که دخترها رو کردن زنده به گورشون. هستن همسایه ایران ما روی کاغذ، ولی دستاشون با دست بیگانه ها توی کاغذ. با جایی که ببینی دل و خونه همه درگیره یه لاغ منونه، حتی جوانای ایرانه دیگه هیچی ازش نمی. یه روز میاد که به جز یه نقشون چیزی از ایران باقی نمونه. کسایی که رفتن و جون دادن به خدا واسه یه بهشت نبوده. اینقدر درگیر شدیم که غیرم دیگه واسمون منو نداره. کورش بیدار شد بخت خوابی، شدیم طفلی که مادر نداره. هرکی میاد به اسم یه مادر یه چیزی ازمون ریختن سر قبر ناصر حجازی. ولی چه فایده، اسطوره ها در آغوش میرن و بعد مدتی از یادها فراموش میشن. بازی تو گلومه مثل یه دیوانه تو بندم، چرا تندیس تو دادن دست بیگانه تو لندن. چرا یاد کوروش از همه حیث دود شده، نوشتن عقده ها فقط تو فیسبوک شده. کوروش بد و مدونه کی از تو افکار رفته، سلاح کشتار جمعی شده اخبار هفته. جوونا کی باشون خالیه با
ازم بیکارن، اونا فکر خالی کردن و با زدن سیگارن، اونا جوونا از دیوونیشون جنون میگیرن، یه اتریش سفید نشستن جمون میبینن، از همون ریش سفیدهایی که جیباشون شده پول ملت که تو حسابای سیباشون پره. ما هم هر روز از دیروزمون مرده تر هستیم که یه ملت سیاهوش مرده پرستی، گورا شب و پناه ها به عشق ملت میپرن و مسافرها رو به بهشت و جنت میبرن، بعد این حادثه مردم رخت سیاه میپوشن و شراب مرگ و با یه وقت سیاه مینوشن، گورا شای این که به امید آینده بشینی حامد حاضر به میره ایران و پاینده ببینی، کجایی که ببینی دل و خونه همه درگیره یه لغمه نونه، حتی جوونه میاد که به جز یه نقشه چیزی از ایران باقی نمونه، کسایی که رفتن و جون دادن به خدا واسه یه بهشت نبوده،